بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی را که امروز چهارشنبه نهم ماه ژانویه سال 2013 برابر با 20 دی ماه 1391 با شما هستیم، اوقات بهتری داشته باشیم. این برنامه اختصاص داره به دوستانی که قبلا جزو سازمان مجاهدین بودن، عضو بودن و به هر دلیلی جدا شدن و امروز میخوان که اون ماجراهایی رو که در طی سالها دیدند و شنیدند و در زندگیشون تأثیر گذاشته اونها رو با شما در میون بذارن. همونجوری که قبل از برنامه هم میبینید تلویزیون مردم فقط گزارش میکنه و شما مردم هستید که با شنیدن و دیدن و تحقیق کردن اون وقت تصمیم میگیرید، قضاوت میکنید و اگر صحبتی داشته باشید، سوالی داشته باشید با این دوستان مطرح میکنید و در برنامه های آینده این دوستان پاسخ خواهند گفت. امروز با آقای هستیم به نام عباس صادقی نژاد. ماجراهای جالبی داره که وقتی من خوندم اون ماجراها رو باور کنید عشق از چشمام بیرون اومد و فکر میکردم که اگر خود من یه همچین داستانی در زندگیم اجرا بشه چه سرنوشتی خواهم داشت. دوستان عزیز اجازه بدید سلام کنم به آقای عباس صادقی نژاد و خوش آمد بهشون بگم به تلویزیون مردم و ازشون بخوام که خودشون با شما صحبت کنن، یه مقداری از زندگیشون بگن تا بعد چندین سوال رو در رابطه با اون موضوعی که روی کانون آوا و همچنین روی فیسبوک هم امروز گذاشته بودیم پرسش هایی بپرسیم و این دوست عزیزمون پاسخ بدن. خوش آمد میگم بهتون آقای صادقی نژاد و این میکروفون رو در اختیار شما میذارم. بفرمایید. با سلام خدمت شما جناب سروی و همه دوست دستاندرکاران تلویزیون مردم که این امکان رو فراهم کردن و با سلام به هم عموم همه مردم ایران در هر کجای جهان که هستن و ضمن تبریک سال نو جدید میلادی، امیدوارم که سال 2013 برای همه مردم سالی پر از موفقیت و شادی باشه. من عباس صادقی نژاد هستم که با مدت 13 سال از سال 1369 تا 1381 در عراق بودم. ارتباط من با سازمان مجاهدین خب برمیگرده به بعد از انقلاب 57. عموم سازمان های سیاسی آشنایی داشتم اما به طور دقیق تر از سال 62 با این سازمان در ارتباط رادیویی قرار گرفتم و در سال 69 به طور غیر متعارف قریب سیستم های اطلاعاتی سازمان رو خوردم و از ایران به عراق کشانده شدم. اگر در این رابطه تو سوالی داریم بفرمایید که من جز به جز وارد موضوع بشم. شما میگید کشانده شدم. معمولا کلمه کشانده شدن رو وقتی استفاده میکنن که زوری در کار باشه یا تزویری در کار باشه. اگر در این مورد یه مقدار صحبت کنید تا دوستان دیگه که احتمالا اونها هم در همین شرایط شما بودن وضع شما رو بهتر درک کنن یا به اصطلاح این موضوع رو باز کنید ممنون میشم. چش توضیح کامل میدم. تو این رابطه اجباری در کار نبود اما همه کسانی که با سازمان به نوعی در ارتباط بودن به شیوه های فضاسازی امنیتی این سازمان کاملا آشنا هستند. من با
گفتم از سال 62 در ارتباط بودم با سازمان، کمک های مالی میکردم به سازمان، به خانواده زندانیان کمک میکردم، کارهای تبلیغاتی انجام میدادیم، اما هرگز توی ذهن خودم حتی به 2 کیلومتری به ذهن خودم خطور نمیکرد که یک روزی بخوام وارد کشوری بشم که روزی با کشور من در حال جنگ بوده و سربازان و مردم کشور من کشته. داستان برمیگرده به سال 67 در ادامه فعالیت های من با سازمان، و خیلی سازمان اصرار داشت که من کشور خارج بشم به عرب برم، اما همیشه من مخالفت میکردم به دلیل اینکه اولا خانواده داشتم، دوما اصلا به این سبک مبارزه در عراق ما نداشتم، اما از یک طرف جیمی سر کار داشتیم که باید یک فعالیت علیه صورت بود در شرایطی که هیچ کدوم از نیروهای سیاسی حتی فعالیت های نیمه علنی نداشتم و امکان که بشه یک کار سیاسی رو انجام داد نبود، تنها کانال ارتباطی ما متاسفانه شده بود سازمان مجاهدین. سال 67 من در ارتباط با تشکیلاتی در همدان بودم. من قبلا در سال 61 تا سال 63 در کردستان عراق سرباز بودم، پزشکیار بودم اونجا، و از سال 62 با یکی از هواداران سازمان آشنا شدم. این ارتباط بعد از سربازی ادامه پیدا کرد تا سال 67 گسترده‌تر شد، گسترش پیدا کرد تا سال 69. سال 69 از طریق تشکیلات، همین فرد تشکیلاتی من اعلام شد که 2 نفر از زندان فرار کردن، یکیشون مجروحه و نیاز به کمک داره. به مدت تقریبا 40 روز من 2 روز در میون یا با هم 1 روز در میون از شهر ملایه به همدان میرفتم برای مداوای های این زندانی فرار مجروح. بعد از 40 روز که ما فکر میکردیم تمام دیگه، خب به عنوان یک کار واقعا مثبتی هم بهش نگاه میکردیم، متأسفانه طریق تشکیلات به ما اعلام کردن که با توجه به که مجروح نیاز به رسیدگی داره، شما کمک کنید تا زاهدان با این مجروح و یکی از نفرات تشکیلات بیاید اونجا، نفر سازمان نفر مجروح تحویل میگیره و میبره با خودش. خب اینجا یک کار خیلی ساده بود، ما هم خود موافقت کردیم به عنوان این نفره که باید رسیدگی کنم به این مجروح. تا زاهدان رفتیم، زاهدان قرار بود نفر سازمان به نام، فکر میکنم اگه حضور ذهن داشته باشیم در ادامه بهتون میگم اسمش، محمد حسن ارباب، رابط ما بود با سازمان، از پاکستان قرار بود و در زاهدان تحویل بگیریم. خب ایشون متاسفانه ما که به زاهدان رسیدیم به محل قرار رفتیم، تماس گرفتن، گفتن که ما نمیتونیم بیایم، شما باید تا کراچی بیایید. همچنان که در همونجا به من تاکید کردن که تشکیلات لو رفته، افراد دستگیر شدن و رژیم دنبال شما هم هست، شما برای حفظ سلامت خودت و خانوادت مطلقاً هیچ نوع ارتباط تلفنی حتی برقرار نکنید، به پاکستان بیا، به کراچی بیا، اینجا مسئول سازمان و مسئول امنیتی برای توضیح کامل میده و چنانچه شرایط بهتر شد میتونی برگرد. خب یک چنین فضای ایجاد شد، از طرف هم یک مجروح داشتیم، الزاماً اجباراً ما از زاهدان به میرجاوه رفتیم، از میرجاوه با قاچاق به کویته و از کویته به کراچی به پایگاه سازمان منتقل شدیم. توی پایگاه سازمان مسئول پایگاه زمان خانم به نام زهرا همدانی و معاونش هم همین محمد حسن ارباب بود، بچه 23 سال برادر در عراق. با مسئول سازمان که صحبت کردم گفتم وظیفه من آوردن این مجروح تو اینجا بود، از اینجا برگردم. خب برای من یک شرایطی رو صحبت کردم، گفت که این تشکیلات ضربه خورد، افراد دستگیر شدن، اطلاعات موثق داریم، شما لو رفتی، تهدید این هست که خانواده شما رو دستگیر کنن، رژیم از حقوق خانواده استفاده میکنه، به همین دلیل شما صبر کنید تا یک مدتی آب از صبح بگذره ببینیم چیکار میشه کرد، حتی اگر لازم باشه ما پیک میفرستیم همسر شما رو از ایران خارج کنیم. همسر من در آن زمان 7 ماه باردار بود و قرار بود که 2 ماه بعد زایمان کنه. من نگران بودم روی مسئله، توضیح دادم، گفتم مشکل اینه الان من خودم در اینجام، همسرم در ایران، چون این شرایطی رو نمیشه تحمل کرد. گفتن که شما نگران نباشید، مشکل شما دیگه نیست، مشکل سازمانه، سازمان که شما رو رها نمیکنه، خانوادهتون که رها نمیکنه. خب یک اعتمادی هم وجود داشت بین ما و سازمان، و نه فقط این سازمان میگه، همه سازمان سیاسی در یک دوره آخر گذشته‌ای داشتن، این گذشته روی اعتماد افراد سوار بوده. خب این زمان کش پیدا کرد، 10-20 روز طول کشید، هر بار که ما پیگیری میکردم خب واقعا گرم بودم، شرایط همسرم شرایط سخت،
که خانم زهرا همدانی گفتن که ما یک مشکل رو حل کردیم، سازمان پیج فرستاده به ایران، نگران نباش پیج ماکزیمون تا دو هفته دیگه برمیگرده. چون مطلقا ارتباطی نمیتونی بگیری، چون نمیخوایم این خط بسوزه، نمیخوایم این اقدامی که سازمان میخواد بده دفعه خطر رو مورده بشه. تمامکش ارتباطی هم امکان ارتباطی وجود نداشت. من در کشوری بودم مثل پاکستان، خودم هیچ هویتی نداشتم، در پایگاه سازمان بودم، نه بیرون از پایگاه رو میشناختم و نه امکان ارتباط با جایی رو داشتم. در خود سازمان امکان ارتباط تلفنی وجود داشت، منتها در طبقه بالا بود، مثلا ورود با منطقه ممنوع بود. به ما خود کرده بودن که مطلقا شما تماس نگیرید، منتظر شدیم. دو هفته سفری شد، بعد از دو هفته دوباره پیگیری کردیم، گفتن که پیک رفته ایران، پیک شهید شده، درگیر شده با نیروی رژیم و پیک شهید شده. من دارم خلاصه برای شما میگم چون وقت کمه، باور بفرمایید تو اون شرایطی که من خودم داشتم. ببینید شما میشنوید که سازمانی داره برای شما فداکاری میکنه، پیج میفرسته ایران، پیجی میده که شهید میشه به خاطر من. منی که خودم همسرم رو رها کردم به خاطر کار دیگه اومدم تو پاکستان، دسترسی به جایی هم ندارم. از یک طرف فشار روحی و روانی خانواده، از طرف دیگه فشار مضاعفی که این کشته شدن دو نفر به خاطر من. من فکر میکردم واقعا این بدهی من به سازمان. خب اینا همه روی هم جمع میشه، فشار روحی طوری که خب آدم دیگه شرمش میشد موضوع خودش رو تر، ولی با این حال بالاخره موضوع واقعی بود. همسر من چی میشد؟ من باید مطلع میشدم خود شرایطش، باید یا نجاتش میدادم یا خبری ازش میدادم. ما هم محدود بودیم در همون پایگاه با اون فضا و شرایط امنیتی که سازمان جد گذاشتیم. داستان تا یک ماه بعدش جدید من یه گزارش نمیشتم برای زهر، گفتم من تنتقیل بودم، برای من مهم نیست که حتی برگردم ایران کشته بشم، ولی باید در کنار همسرم باشم. ایشون گفت شما نگران نباش، من روز اول به شما گفتم شما این وظیفه سازمانه، این نگرانی سازمان بیشتر از شما داره، فکر نکن که تو فقط خودت نگران خانوادتی، سازمان بیشتر از تو نگرانه. برای تصحیح کار توجه کن که پایگاه پاکستان داره جمع میشه. اون موقع پایگاه سازمان در پاکستان سال 70-71 در حال جمع شدن بود. گفت که پایگاه سازمان داره جمع میشه، ما شما رو میفرستیم ترکیه، همسرت هم میاد ترکیه، ما با این قول معروف ترفن من رو فرستن ترکیه، یعنی با پاسپورت جعلی و هوایی من از پاکستان به ترکیه فرستم. در ترکیه نفرات سازمان من رو تحویل گرفتن. اولین چیزی هم که من ازش سوال کردم بودم خانوادم چی میشد، اولین حرفی هم که مسئول، یکی از مسئولین سازمان در ترکیه، اکبر قربانی بود، گفت که سازمان پیگیر خانواده شما هست، ما در جریان کار کامل شما هستیم، سازمان مجددا قراره برای شما پیک بفرسته در ایران، نگران نباش. حالا از این داستان تقریبا دو ماهی گذشته، یعنی نقطه‌ای که دیگه همسر من باید وضع هم کرده باشه. دو ماهی هم در ترکیه به همین شکل ادامه پیدا کرد، مجددا پیگیری کردم، مجددا گزارش میشم، چون اونجا وقتی شفاهی صحبتی رو میکردم میگفتن شما باید مکتوب کنید، سازمان همه کاراش روی کارهای مکتوب کنید، به عنوان سند بشه روش اقدام کنید. من هم مجددا اینو مکتوب کردم و درخواستمو نوشتم، شرایط رو گفتم از روز اول تا پاسخی که مسئول پایگاه من داد، گفت که ما منتظر میشیم تا مسئول سازمان از عراق برگرده به ترکیه، موضوع رو برای شما تعیین کنه، یا شما برمیگردی ایران یا همسرت از ایران میمونه. نگران چی هست؟ نگران سازمان، نگران شما نیست. به هر حال این وضعیت هم ادامه پیدا کرد تا دو ماه. مسئول سازمان از عراق اومد، مسئول هوشنگ برادر هوشنگ، موضوع رو من برای صحبت کرد، نشست جداگانه گذاشت برای من، گفت که همه کارها رو ما صورت دادیم، پیک فرستادیم، اما یک مشکلی که فعلا وجود داره اینه که کل ارتش در عراق شکل حضور داره، موضوع حتی فرستادن پیک از عراق صورت گرفته، تصمیمات در عراق گرفته میشه، ما فقط عنوان یک سرپلی برای سازمان هستیم، بهتر اینه که شما برای پیگیری موضوع کارتون به عراق برید. حالا در عراق یا شما از عراق مجددا به ایران فرستاده میشید، یا نه از همونجا موضوعتون تر میکنید، همسرتون میارن در ترکیه یا در عراق. راه دیگه بود.
فرض کنیم مثلا می‌خواستم تصمیم دیگه‌ای بگیرم، امکان ارتباط من در خارج از پایگاه سازمان نداشتم، نه هویتی دارم، نه مدرکی دارم، نه پولی وجود داره. چون روزی که رسیدیم به پایگاه تمام مدارک و از جمله گواهینامه رانندگی من، از جمله کارت پایان خدمت و کارت پایان احتیاط من و هر چیزی که مدرک و پول داشتیم، گفتن اینجا پول و ریال که به کار نمیاد، شما که هر چی که بخوای سازمان در اختیارت میذاره، پس شما نیاز به پول داشتن پول ندارید. خب ما صادقانه با توجه به این بستر همه چی رو اینجا دادیم. خب چیزی دیگه وجود نداشت. ارتباط دست سازمان بود، پول دست سازمان بود، اختیارات دست سازمان بود. حالا فرض کن من می‌خواستم مخالفت کنم، چه اقدامی می‌خواستم بکنم؟ اجبارا پذیرفتن که برای قانون بین بد و بدتر راه دیگه وجود نداشت. کسی هم در ترکیه نمی‌شناخت و نداشتیم که بخوام دنبالش بریم. از اون کمک بود. نهایتا بعد از مدتی ما رو با پاسپورت از استانبول به اردن فرستاد. تا اردن با پاسپورت. در اردن نفر سازمان ما رو آوردن و بدون پاسپورت و از شیوهایی که خودشون داشتن از اردن تا عراق بردن. مرز اردن من نمیدونم چه مکاتباتی من میکردن یا چه امکاناتی داشتن که بدون اینکه اصلا واجه بشیم با گمرک یا مرز عراق و اردن. معمولا شما هر کشوری که میرید یه خروج از کشور خودتون دارید، یک ورود به کشور مقصد دارید. ما هیچ کدوم از اینا رو طی نکردیم، یا اگرم شد ما در جریان. با پاترول ما رو بردن از مسیر اتوبان بغداد، ما رو تو بغداد بردن 7 ساعت راه. شب رسیدیم پایگاه از حدی در بغداد. فردا صبحش یک مسئول اومد به نام بغداد اکبر اومد با ما صحبت کرد. خارج از اون تصوری که من میکردم ایشون اصلا برای کار دیگه اومد. اولین کاری کرد چند فرم گذاشت رو من، گفت نحوه ارتباط آشنایی با سازمان و نفراتی در داخل کشور می‌شناسید، برای ملایی که در داخل کشور، ملای هوادار در داخل کشور یا کسانی که می‌شناسید. گفت اصلا برای این موضوع نیومده، برای کار دیگه است. گفت می‌دونید موضوع چیه، ولی اینا اطلاعات اولیه شما باید داشته باشید. وقتی ما در باشید این کار یک هفته طول کشید. به قول بعدها متوجه شدیم این تقلیه اطلاعاتی که از هر فردی انجام می‌گیره، ارتباطات، شماره تلفن، آدرس، خانواده، جایی که زندگی میکنیم، مستأجر، صاحبخون، هر چی که در ملایش بود. خب همه اینا رو ما دادیم. بعد از یک هفته ما رو بردن قرارگاه اشرف. ما در پایگاه اشرف رفتیم مرکز 5، خانم مهوش سپهری مسئول مرکز. اولین دیدارم با ایشون داشتم. به اضافه آقای فرهاد اولفت. خب وقتی که وارد شدیم من موضوع رو گفتم خب حالا شما نگران دل چی؟ سازمان که نمیذاره خانواده شما از بین بره، این وظیفه سازمانه و احتمالا یه بار دیگه فرستادیم به خاطر شما سازمان شهید داده، ما به تو شهید دادیم، بازم میدیم لازم باشه، ولی نگران نباش. یعنی با این به قول معروف روش کار ما رو نگه داشتن. گفتم حالا شما بهتره که تو این فاصله که هستی نوارای نشست و نشست های برادر مسئول رو ببینید، با نحوه اصلا اتشا زاییت باش نبیشید، کار دیگه هم نمیشه صورت بگید. اولین کاری کردن منو فرستادن بخش تدارکات لباس نظامی تن ما کردن. گفتن آقا من لباس نظامی نمیخوام. گفتن آقا همه اینجا نظامی هست، نمیتونی شما با لباس شخصی بگردی اینجا، اصلا ممکنه مسئله ساز بشه. بعدها فهمیدیم کسانی که لباس نظامی از تن در میارن کسانی هست که میخوان از سازمان جدا شن. در اون سالی هنوز این امکان یک دریچه باری که وجود داشت که تک توک افراد میتونستن از سازمان جدا بشن و کسانی که مثلا جدا بشن خب دیگه لباس فرم از تن در بود. به همین دلیل من متوجه، من وقتی تاکیدگر گفتیم مسئله سازه شاید اون موقع متوجه نشدم، ولی بعدها فهمیدم. خب لباس متعدد شکل مثل بقیه دیگه، مثل بقیه صبح برفتیم صبحگاه نهار خوری میمونه، بعدش هم توی نشست نوار میذاشتم و فیلم میدیم. یکی دو ماه بعد من خواستم توی نشست، توی نشست خانم مهوش سپهری بود، ژیلا بهین بود، از فرماندهان شورای فعلی رفت، اکبر انباز بود، فرهاد الفت بود و دوست نفر بود. توی نشست موضوعی که نسرین مهوش سپهری یا نسرین تحتیر بود که گفت موضوع خانواده شما از روز اول موضوع یک سازمان بوده و سازمان دنبالش بوده. بعد به اون لحجه خاص شیرین کردی خودش که اون گفت که سازمان همه تلاش کرد دوبار پیک فرستاد
یک بار پیک شهید شد، پیک دوم رفت و برگشت و خبرهای رو برگرد. خب خبر چی؟ خب متاسفانه باید بگیم که همسرشون رو هنگام زایمان خوردن، یک دست خالی گفت. شنیدن یه حرف پذیرشش آسون نبود، اما در کنار چیزای دیگه که کنارش گفتم، من در اون شرایط کاملا شوکه بودم، من متوجه نبودم دیگه هر چینا میگن، ولی در کنارش کدایی میداد، یک فاکتایی میداد که اذعان میکرد بر درستی خبر. مثلا میگفت که شما یک خانواده بودی، خانمی بود که ما باش ارتباط خانوادگی داشتیم از خبرداران دور سازمان، اسم این خانم رو گفت، این خانم خودش از اون آقای نوروزی یعنی مستصاب کنه همسر رو برده بیمارستان، چون شما نبودی این خانم کمکش کرده برده بیمارستان، ولی متاسفانه ایشون هنگام ما خود و در مراسم همسرتون هم آقای نوروزی شرکت کرده، صاحب خونه من اشرت خانم همسرشون میگفت، بچه هاشون میگفت. من تو اون لحظه توی با آقایت شک بودم، متوجه نبودم بابا تمام چیزی که داره به من میگه، همون اطلاعاتی که روز اول از من گرفتن، تمام اون فرمایی که روز اول پر کردن از اسامی آدم ها، خانمی که گفت یا صاحب خونه من یا برادرم خان، حتی اقوام دور ما هم اسامی رو گفت، متوجه تو اون لحظه متوجه این موضوع نبود. و از طرف دیگه همه این کدایی که میداد داله بر صحت این موضوع. شرایط بسیار سخت و واقعا شوکه برانگیز. من که خودم تا یک دو هفته اصلا گوش نبودم، تردد میکردم، غذا میخوردم، اما خودم نبودم. من تو همیشه این فکر بودم که حالا من برگردم به خانواده همسرم چی بگم، اصلا برگردم به همسایم چی بگم. دیگه همسر من در بدترین شرایطی که نیاز به کمک نداشتیم این رها کردم، حالا برم بگم چی؟ بگم من کجا بودم؟ بگم چی بودم؟ چی کار کردم؟ اصلا رفتم برای چی؟ آیا به خانواده این به خانواده همسرم چی بگم؟ به خانواده خودم چی بگم؟ چه پاسخی دارم براشون؟ دم رو به عنوان یک همسر به عنوان دردی که مسئولیتی خانواده رو داشتی، چرا همسرم تو در بدترین رها کرده؟ در واقع اینجا کلن انگیزه برگشت دیگه از سالا من برای خودم برای بزنم راهی برده روی برای برگشتن نمیشن. از طرف دیگه میکنم همسر من که پر کرده انگیزه هم دیگه برای رفتن تو همین سهاری عراق رو جنگی درگیری بالاخره کشته میشن، حداقل یک نقطه مثبتی داره، میتونم با رژیم به جنگ. خب من که اصلا اعتقاد نداشتم به عراق رو. در اوج درماندگی من پذیرفتم ابتدای سال، اما واقعیت امر اینه که به تجربه همه بچه‌های جدا شده که مدن تو عراق، هر کس به مدت دو ماکسیموم 6 ماه در عراق بمونه متوجه میشه که این سازمان ماهیت واقعی این سازمان چیه. خب من ابتدای از اون روز تصمیم گرفتم برای فراموش کردن این ضایعه بزرگ، واقعا نیکی هرگز من نکردم. تا روز آخری که من تو سازمان بودم، هر روز صبح من شب با این خاطره میخوابیدم و صبح روز بعد با این خاطره بیدار میشدم، همواره تو ذهن من زنده بود. و شاید یکی از دلایل موفقیت من در فرار از سازمان همین بوده که همواره به یک نقطه چنگ انداخته، یک نقطه وصل بودم به نام همسر، همسری که موقع زایمان بود. شرایط کلا دیگه عوض شد، ما وارد بحثای انقلاب شدیم، من دیگه تصمیم گرفتم به عنوان یک رزمنده بدم وارد بحثای انقلاب شدیم، انقلاب ایدئولوژیک سازمان بگیم که در جای خودش به این انقلاب خواهیم برد، اما کلیت موضوع این بود. تا یک شش ماهی که نشست انقلاب تمام شد، بعد از نشست وارد یگان ها شد، وارد یگان های سازمان که شدیم، ما وارد کارهایی شدیم که اصلا خطور نمی کرد به ذهن ما که ممکنه روزی سازمانی با سرگذشت داستان کردها رو هنوز نشنیده بود. ببخشید صدای شما برای چند لحظه قطع شد، اگه امکان داره دوباره همین قسمت رو بفرمایید. بله جدیدن حالا صدا خوبه؟ بله بله. خب ما وارد یگانهای نظامی شدیم، توی ورود به یگانهای نظامی ما با صحنه‌های مواجه شدیم که اصلا برای من به عنوان یک هوادار یا حتی یک کسایی که در ایران بودن غیر قابل تصوره که تصور کنه سازمانی با این گذشته
با اون وضعیتی که در زندانهای شاه داشته، با وضعیتی که بعدها پیدا کرده، با اعتقاد و آرمانی که تا این سازمان داشته. تصور کنیم که روزی سازمان تبدیل بشه به بازوی نظامی عرب، مثل این غیر عابد مثلا. اما واقعیت تلخ این بود که وقتی وارد یگان هم شدیم، ما گشت شبانه داشتیم. گشت شبانه ما 4 تا ماشین گشت بودیم که میرفتیم، اسمن گشت حفاظت از قرارگاه بود، اما ما توی این گشت متوجه شدیم شماره مثلا پلاک ماشین هایی که عراقی هن و اسامی عراقی دارن، ما باید این افراد رو پیدا کنیم، دستگیر کنیم، حتی اگه درگیر شدیم بیایم بریم و تحلیل استخبارات عراق که در نزدیکی پایگاه و اشرف بود تحلیل بدیم. این برای من خیلی سخت بود. این استخبارات مثل همون ساواک یا ساوامای جمهوری اسلامی شاه اینجوریه دیگه؟ اسلامی همون بخش حفاظت امنیت سازمان اطلاعات امنیت عراق. بله. یک دفتری داشت در نزدیکی پایگاه اشرف. همین بچه‌ای که اشرف بودن میدونن. خب این اولین به قول معروف شوکی بود که به من وارد شد، به عنوان کسی که گذشتهش دیگه میخواد ارتباطش با گذشته قطع کنه و قطع کرد، و در ناامیدی کامل در شرایطی قرار بگیره که حداقل یک نقطه مثبتی باشه برای مردم، رهایی مردم باشه. اون تصوری که ما سازمان داشتیم، حالا دیگه اجبارا که در عراق هستیم، راه خروج از عراق نوجود. اما هرچی جلوتر رفتیم دیدیم ابعاد این کار خیلی گسترده تره. وقتی با بقای سازمان در سال 69 آشنا شدیم، از در محافلی که صحبت میکردم موضوع کردکشیه، یعنی خب ما که وارد سازمان شدیم پایان جنگ کویت بود، یعنی عراق شکست خورده بود، از کویت خارج شده بود، در کردستان عراق شورش‌هایی در اون سال صورت گرفته بود، همزمان با عقب نشینی صدام. صدام به لحاظ نظامی در ضعیف‌ترین نقطه قرار داشت، در شمال کردها و در جنوب عراق بر جنوب شیعیان شورش کرده بودند، تصمیم داشتن حکومت رو ساقط کنند. ما از اینا بی‌خبر بودیم، بعدها متوجه شدیم. گویا که تنها نیروی دست نخورده نظامی که در جنگ عراق با متحدین اون موقع دست نخورده بود و کاملا سرپا بود، سازمان مجاهدین بود. بعدها اخبار تکمیلش ما گرفتیم از در محافل یا کسایی که در این جنگ شرکت داشتن یا کسانی که بعد از این جنگ اعلام جدایی کرده بودن و هنوز ما این افراد رو میدیدیم یا میشنیدیم. مثلا آقای هادی شمس مرحوم هادی شمس هائلی، من در سازمان اسمش زیاد شنیدم، یک بار خودش رو از دور دیدم، گفتم داستان چیه. خیلی تعاریف متفاوتی میکردن اما به طور با جنگ سازمان با کار مسئله خیلی دیگه، مثل آقای کریم حقی یا مثل آقای مهدی خوشحالی، کسانی که از سازمان جدا شده بودن، متوجه شدیم که سازمان به یک همچین مجموعه و همچین موزلی هم روی بوده. خب اینا رو وقتی هر چقدر جلوتر میریم متوجه عمر و ماهیت سازمان میشه دیگه، در شرایط نرمال و عادی کسی تحمل نمی کنه بمونه. ما با این موارد آشنا میشیم، کم کم رفتیم جلوتر. بعد از تقریبا کمتر از 8 ماه من متوجه شدم مثلا مکان رو اشتباه میکنه. حتی اگر انسان بعد از مرگ همسر خانوادش ناامید از دنیاست، اینجا بدترین نقطه یک انتخاب، اینجا حتی جایی نیست که انسان بخواد در غم تنهایی خودش بمیره. مرگ در اینجا بسیار بسیار نمیدونم چجوری تعریفش بکنم، خیلی نقطه پستی انسان وقتی به واقعیت اون سازمان پی میبره، واقعا حتی خودکشی در اون نقطه بسیار ذلیلانه است، حتی نقطه برای خودکشی نیست. ما انگیزه خودکشی در عراق بمونی نقطه مناسبی برای خودکشی نیست. کمتر از 8 ماه من با واقعیتی دیدم و شرایطی دیدم و افرادی که دیدم، روش های نیرویی که سازمان مثلا از اردوگاهی استفاده کرده، اردوگاه اصطلاح کسانی که در اردوگاه عراق بودن تا قبل از مبادله اسرا بین ایران و عراق، خب اسرا واقعا شرایط بسیار خیلی بدی داشتن در عراق. شما شاید تصویری از اردوگاه اسرا داشته باشید به نسبت اونچه که در جایی که زندگی میکنید تو اروپا، حالا نه به فرض کنید در پاکستان و افغانستان، عراق بدتر از پاکستان و افغانستان برای افراد از صحنه‌ای که تعریف می‌کنم.
بیش از 70% این افرادی که از اردوگاه آمده بودن به سازمان پیوسته بودن هیچ کدام دندون سالم نداشتن، یا تو زده خورد به عراقی ها شکسته بود، یا بر اثر نرستن کلسیوم از بین رفته بود، تو دوا دکتر نبود، بلاز تغذیه که وضعیت بسیار بدی داشته. خب در یک شرایطی سازمان از این موقعیت این افراد استفاده میکنه، اینا رو جذب میکنه، در واقع جذب شرایط و قضای روزانه سازمان شد. بعدا حتی این افراد که اومدن اینجا متوجه شدن که جای درست رو انتخاب نکردن، خیلیشون برگشتن، اما کسانی که اومدن اینجا وارد شدن، سازمان برای اینکه ارتباط اینا رو با خانواده‌شون رو هم قطع کنه، به امکان بازگشت اینا رو قطع کنه کلا، به اینا تفهیم کرده بود که از وقتی که شما اومدید اینجا و تعدادی از اسرا برگشتن ایران و اعلام کردن شما به مجاهدین پیوستید، خانواده‌های خیلی از شما رو سازمان رژیم اعدام کرد. خود شما که برگردی که دیگه فهم، یعنی حتی خیلی از افراد، به طور نمونه اسم ببرم، مثلا آقای مجید محمدی تقریبا 6 7 ماه پیش از لیبرتی فرار کرده ایران، این فردی بود که فکر میکرد پدر مادرش رژیم اعدام کرده، برادرش زندانه، خوشبختانه متوجه شد که اونا زنده و از لیبرتی فرار کرد و امروز در ایران کنار خانوادش. ببخشید من اینجا حرف شما رو قطع میکنم، یعنی شما میخوام بگید به این وسیله سازمان یه مقداری اون اعضا و اونهایی رو که اونجا هستن جریتر میکنه و یه دلیلی میده که اینها بیشتر با به اصطلاح یه دلیلی داشته باشن برای جنگیدن؟ دو تا هدف سازمان دنبال میکرد از این کار، دقیقا توی حرف شما هست. این هدف اولی بود که اولا بازگشت این افراد به ایران رو قطع کنه، به خانوادشون قطع کنه. دوم انگیزه ماندگاری در ایران ایجاد کنه، صرفا ماندن در آخ کافی نیست، انگیزه ماندگاری باید در این افراد ایجاد کنه. بالاترین انگیزه چیه؟ خانواده شما اعدام شد، پدر و مادر شما اعدام شده، این همون پدر مادر اعدام شده ای که وقتی مادر مجید محمدی اومد در عراق در کنار سیاج سازمان داد زد پسرم بخوام ببینم، سازمان بهش گفت مزدور وزارت اطلاعات. اونجا دنبال اون موقع برای سازمان ارزش داشته که این خانواده اعدام بشه. امروز که این خانواده زنده است و میاد تو عراق دنبال پسرش میگرده، برای سازمان مزدور وزارت اطلاعات، همون پدر و مادری که تا دیروز به همون مجید گفته بودن رژیم اعدام کرده. اینکه رژیم اعدام کرده و خیلی اعدام کرده جای شکی نیست که، اما بیا از این ترفند برای قطع ارتباط نیرو، برای حفظ نیرو در عراق و ایجاد انگیزه برای ماندگاری در عراق، برای یک قول معروف یک سوبسیدی که کاری که رهبری سازمان ایجاد کرده و میخواد از این سرمایه استفاده کنه، این ضد ارزشه، این شکننده است و این دردناکه برای کسانی که داوطلبانه اونجا بودن. دردناک بود برای من که من دیگه متوجه بودم ببین من خانواده‌ام تو این راه دست دست دادم. مینیمم صداقت سازمان رو نیاز داشتم که در اونجا بمونم، اما واقعیت درونی سازمان هر چقدر جلو می‌رفتیم آشکار می‌شد، هویت و چهره واقعی سازمان اوریان‌تر می‌شد، دیگه ماندگاری غیر ممکن بود. اما سازمانی نبود که به این راحتی تسلیم بشه، توی آستینش بسیار حربه داشت برای نگهداری افراد. این وضعیت ادامه پیدا کرد، من درخواست کردم زنم برم، گفتم حتی کشته شدن در ایران ارزشش بیشتر از موندن در عراق. البته من تو گزارش ننوشتم چون اگه می‌نوشتم که همونجا تکلیف ما رو روشن می‌کردم، اما برای خودم این ارزشمندتر بود که در ایران برگردم کشته بشم اما دیگه تو عراق نمونم. خب این گزارش نمیشتن که آقا من دیگه نمیتونم شرایط عراق رو بکشم، میخوام برم. پاسخ داده نشد مثل خیلی. یک توضیح من این وسط بگم، موضوع خروج از سازمان و فرار از سازمان و ریزش در سازمان میبینیم، یک موضوعی بود از روز اول وجود داشت، اما سازمان به مرور زمان قدم به قدم که ما جلوتر با ابزارهای کنترل نیروی بیشتری سعی کرده این امر رو مهار کنه که نهایتش امروزه که در عراق لیبرتی ضرورتی امروز دیگه ضرورتی برای موندن در عراق نیست، اما سازمان نمیتونه اجازه بده که نیروش از کنترلش خودش خارج بشه، برمیگردیم به همون مسئله سرجوری بشه. به هر حال این داستان ادامه پیدا کرد، بعد از 8 ماه من چنین گزارش نوشتم و خیلی دیگه هم درخواست کردم تا سال 73. سال 73 من نمیدونم، حتما شنوندگان شما در جریان هستند، در سازمان یک سرفصلی وجود داره به نام سال 73، به نام زندان های سال 73.
این زندان ابتدایش از سال 71 شروع شده کسانی که میخواستن از سازمان خارج بشن. تا سال 71 هنوز گفتم مفری وجود داشته که برن 70 به 70، اما از 71 بعد دیگه سازمان بستن شد. به ندرت کسی خارج شده از 74، وقتی دیگه مطلق کسی خارج شد به طور معمول و متعارف خارج شد. نمونه مثل من که خب فرار کرد یک مورد خاص، ولی هرگز کسی نتونست از سازمان خارج بشه. در سال 73 سازمان برای پاسخگویی به این نیاز خروج از سازمان منطقا دو تا راه وجود داره جلو چشمش، یا پاسخ بده این افرادی که نمیخوان در عراق بمونن برن، اگر میرفتن خیلی معقول باید میرفتن مثل همه سازمان سیاسی دیگه، ارتباطشون با سازمان قطع نمیشد، یا نه سازمان پاسخ محکمتری به اینا بده، قطع به قول معروف امکان خروج اینا بده. سازمان راه دوم انتخاب کرد. برای این کارم زندانهای سال 73 رو راند. حدودا 800 نفر در مجموع سال هم تا سال 74 از 72 تا 74 وارد این زندان شد. موضوع زندان ها چی بود؟ ما خودمونم ابتدایی که رفتیم روز اول متوجه نبودیم، ولی بعدش متوجه شدیم چون خیلی عیان علنی بود. تا این حجم افراد رو از داخل مناسبات خارج کردن واکنش خوبی نیست، یعنی تأثیر خوبی روی بقیه نداره، بقیه که هنوز تو باغ نیستن. خیلی ها هنوز وجود داشتن که سازمان واقعا براشون آرمان بود، ولی خارج کردن 800 نفر از داخل مناسبات که هم در امامن میتونست نتیجه معکوس داشته، منفی داشته باشه. حربه که سازمان استفاده کرد، اعلام کرد در سال 73 اعلام کرد، یعنی ستاد داخلی سازمان تیک اطلاع اعلام کرد کسانی که سازمان قصد داره در داخل کشور یک سری اقدامات تبلیغی، سیاسی، نظامی و فرهنگی انجام بده. کسانی که در این زمینه اولا داوطلبن که به داخل کشور برن برای عملیات، عملیات چه نظامی چه سیاسی چه تبلیغی، کتبا گزارش کنن و هر کس طرحی برای این کار داره ارائه بده. این اطلاعیه ستاد داخلی کشور وقتی در عراق مستقر، ولی وظیفش فعالیت ایجاد فعالیت یا ایجاد فعالیت های در داخل کشور. با این اطلاعیه خیلی از افرادی که مشتاق عملیات گزارش داد، خیلی کسانی که می‌خواستن از سازمان خارج بشن از این طرف هم می‌خواستن استفاده کنن، گزارش نمی‌شن که آره ما می‌خوام بریم عملیات، ما فلان طرح رو داریم فلان طرح رو داریم، طرح عملیات داریم یا طرح تبلیغی داریم، خیلی درخواست کردن. حالا سازمان به همین نامه که پاسخ نمی‌خواست بده که منظورش اصلا رفتن به عملیات داخل کشور نبود، با این بهانه از فردا هر کسی رو که از یگان یا محورش صدا میکرد یا گروهی صدا میکردن اینا کم میشدن، هر کسی صداشون میگرفتن میگفتن رفته عملیات رفته صدا داد. با این ترتیب در واقع این تعداد رو تونست خارج کنه. قبلا هم سازمان زندان داشته اما نه به این حجم. بله روش کارم این بود، شما رو افسر امنیت مرکز یا محور یا لشکری که میگه ما جداگانه صدا میکرد یا تکی صدا میکردی یا میماد اصلا تو سالن غذاخوری داشتی غذا میخوردی طرف با صدا میکردی با پاشو بیا گزارش، گزارشی که نوشتی الان باید بری دنبالش، سازمان میخواد راجعش باش راجعش صدا. این طرف همینجوری پا میشد میرفت، کسی دیگه از این خبر نداشت. خیلی از افراد رو همینجوری بود. از اون خود من رو توی پارکینگ زرهی بردم، من داشتم یه نفرور زرهی داشتیم تمیزش میکردم، افسر امنیت من یعنی فرمانده من قبل آقای سادی نمیشد. متاسفانه سیستم اینترنت شما یه مقدار ضعیف شده و قطع و وصل میشه. میخواین من قطع کنم شما دوباره از اون ور وصل کنید؟ بعض وقتا وقتی دوباره تماس میگیریم بهتر میشه. شما قطع کنیم دوباره تماس بگیریم. خب دوستان عزیز عذر میخوام از شما. در این فاصله اجازه بدید که یکی از دوستان نوشته که دوست عزیز سلام، من هم با گروه با سازمان مجاهدین بودم، آقای رجوی به زنها گردنبند طلا میداد اما به مردها تسبیح و هر کس هم میخواست از فرقه رجوی جدا بشود تسبیح را ازش میگرفتن. من موقعی که میخواستم از فرقه جدا شوم هوشنگ دودکانی
اولین چیزی را که از من خواست تسبیح بود که رجوی داده بود، آن را هم گرفتم. حالا اگه فرصتی بشه این دوستمون هم تماس بگیره با کانون آوا و از اون طریق به اصطلاح بتونیم باهاش صحبتی داشته باشیم. دوستان همونطوری که میبینید ما همیشه گفتیم، حالا باز میگیم، دعوت میکنیم، به همین دلیلی که این دوستانی که از مجاهدین جدا شدن داستان زندگی خود و شر حالشون رو میگن، مسئولین مجاهدین هم میتونن اگر مایل باشن دقایقی از وقت تلویزیون مردم رو داشته باشن تا صحبت کنن. متاسفانه تا امروز اونها حاضر نشدن. یکی از دوستان حتی روی یوتیوب و فیسبوک نوشته بود که مثل این میمونه که دادگاه اعلام کنه که دزدا بیان خودشون بگن که دزدی کردن یا نکردن. نه عزیزم، این نیست و این صحت نداره. در کار مدیا و رسانه این رسم هست. حالا اگه ما ایرانی ها از یک کشور بدبخت و بیچاره و دیکتاتور از دست شاه و شیخ در رفتیم آمدیم اینجا و میخوایم رسم و عادتهای خوب اینها رو هم عوض کنیم، اون حرف دیگه ای هست. ولی اینجا رسم بر این هست که وقتی یک طرف داستان رو شما میگی، حتی اگه پول گرفته باشی برای اون ایرتایم، وظیفه شماست که به طرف دیگه تماس بگیری و بگی که یک همچین برنامه هست و اینها میان در رابطه با سازمان شما صحبت میکنن، شما حق دارید. و من خوشحالم که این دعوت ها رو حتی از قبل از اینکه این دوستان جدا شده از مجاهدین بیان ما کردیم، از افرادی که خودشون به عنوان سخنگوی مجاهدین هستن ولی هیچ وقت ادعا نمی کنن، از آقای حسن دایی، از آقای ایرج مصداقی، از آقای فیلابی و از دوستان دیگه. و حتی می بینید که وایس آف امریکا، صدای آمریکا، آقای فلاحتی اگه اشتباه نکنم، ایشون در صحبتی که با دکتر پروفسور نفیسی انجام داده، ایشون هم گفته که ما بارها تماس گرفتیم با سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت. اینها اینقدر اسم دارن، من نمیدونم کدوم سازمان کی هست و چی هست، ولی در هر صورت من وظیفه خودم رو انجام میدم. به افرادی که کوته نظر هستن و نمیفهمن و نمیبینن این خبر رو میدم که تلویزیون مردم هم قبلا برنامه های مجاهدین رو پخش میکرد موقعی که اسم اینها در لیست بود و خیلی ها به من گفتن این کار خطرناکی هست. و حتی از دیروز اگر نگاه کنید باز اخبار روزانه مجاهدین از تلویزیون مردم پخش میشه. ضمن این که کانون آوا در صفحه مردم تیوی بنرشون رو گذاشتم، در همون صفحه بنر سیمای آزادی که متعلق به مجاهدین هست گذاشتم و مخصوصا الان دارن کمک جمع میکنن. و این هم به قول دوستان گفتم که ما به اینها نشون بدیم که ما حسن نیت داریم. حالا اونا اگر ندارند و رعایت نمی کنند و نمی خوان، دیگه شما مردم قضاوت کنید. بارها گفتم تلویزیون مردم گزارش می کنه، مردم قضاوت می کنند بعد از اینکه شنیدند و دیدند و تأمل کردند و تفکر کردند و تحقیق کردند، اون وقت قضاوت می کنند. یک دفعه همون اول ماجرا شما نپرید روی قضاوت کرده. آقای صادقی نژاد اگه امکان داره یه مقداری هم میکروفون رو نزدیکتر کنید به خودتون، چون این یا موقعی که صحبت میکنید اگه بشه مثلا اون به اصطلاح سپیکر رو میوت کنید که این فیدبک بر نگرده، چون فکر میکنم شما از لپتاپ استفاده میکنید، درسته؟ بله، من از لپتاپ استفاده. بله، اونایی که از لپتاپ استفاده میکنن اگر لطف کنن از گوشی و میکروفون اکسترنال خارجی استفاده کنن. منظورم خارجی و ایرانی نیست، منظورم اینه که بله. ممنونم دوستان عزیز، مجدداً به آقای عباس صادقی نژاد سلام میکنم و پای صحبتشون میشینیم. تا اینجای ماجرا شنیدیم که به شما گفتن که خانمتون موقعی که میخواستن زایمان کنن به اصطلاح فوت شدن، به اونها گفتن که شما کشته شدید، این هم درسته؟ و بعد میگید که اون موقعی که انقلاب در این، همون انقلابیه که بعدن خانم ها در سازمان مجاهدین بیشتر در رأس کار قرار گرفتن و شما میگین یه عده‌ای
آمدن گفتن ما میخوایم این پیشنهاد و اینها، و اینها یه عدهشون چون فرار کرده بودن، مجاهدین میگفت هر کسی رو فرار کرده بود برای که این ریزش احساس نشه میگفتن اینا رفتن ماموریت، درسته؟ بله درست. خب من ساکت میشم و به صحبتهای شما گوش میدم، بفرمایید. بله، با این تربند خب خیلی تعداد 800 نفر رو به زندان ها بردن. داخل زندان ها ما وقتی اولین بار، وقتی من صدا کردم از پارک میزرگی، مسئول من گفت که میان راجبان نامت صحبت میکنن، افسر امنیت اومد و من صدا کرد خیلی بدون هیچ گونه صحبت دیگه، گفت که یه سوار ماشین شو بریم. و افسر امنیت مرکز بود، ما سوار شدیم رفتیم. ما رو تحویل یک جایی دادن، اون موقع مدرسه فکر میکنم مرکز 11 بود، مدرسه مرکز 11 بود، ما رو تحویل اونجا دادن. دیگه ریل دستگیری اونجا شروع شد، ما فکر میکردیم داریم میریم ماموریت یا حداقل تو این رابطه هست. بعد توی اتاق ما رو میگردشن، بعد صدا کردن توی اتاق دیگه، شرایط از همینجا امنیتی بود. من صدا کرد گفت که شما از این لحظه به جرم نفوذ در ارتش آزادی بخش دستگیر شدید و کمیسیون قضایی ارتش آزادی بخش باید شما رو محاکمه. من خندم گرفت به این، گفتم که منظورتون چیه؟ این حرف هر چقدر اون میخواست صحنه رو جدی کنه، من واقعا شوخی بود برای من. بعد برای اینکه صحنه رو جدی کنه یه تا کشیده محکمه من زد، گفت مزد دور خبیث خفه خون بگیر. بعد مختار اومد به من دستبند زدن، در چشمه رو بستن و من هنوزم توی شوک بودم که این داستان چیه. ما رو بردم توی زندان و ابتدایش چند روز زندان انفرادی بود، بعد بردن زندان دیگه ای که تعداد دیگه بودن. اولین باری که وارد زندان شدم چند نفر دیگه مثل من بودن، خب من هاج و واج بودم که اینا کی هن، جرم اینا چیه. به من از که من نشستم، خب رفتم یه گوشه نشستم چون واقعا نمیدونستم چی بگم، صحنه رو نمیدونستم تشریح کنم. بعد یکی از بچه اومد کنار من گفت که ما هم مثل خودت مزدوریم. گفتم یعنی چی؟ با خنده گفت باقا جان همه جرما یکیه، نگران نباش، ما هم آدم های عجیب و غریبی نیستیم، نه شاخ داریم نه قولیم، ما هم مثل خودتیم، ما هم مثل تو بردم. بعد مثلا شدیم که این جریان مربوط من نیست. و بعد ادامه پیدا کرد، بازجویی ها شروع شد. توی بازجویی دو تا حرف وجود داشت. من از ماحصل همین داستان زندان بخوام بگم، ما نتیجه که ما خودمون گرفتیم بچه تو زندان همون روشی بود، در واقع استفاده از روشی بود که استالین برای نیروهای مخالف خارج کرد. سازمان با این شیوه میخواست خروج نیرو از عراق رو غیر ممکن کنه یا حداقل به صفر برسونه. روش بازجویی ساده، حق مشخص بود از طرف سازمان. شما از طرف رژیم به عنوان نفوذی فرستاده شدید توی عراق. حالا این نه فقط برای من، برای منی که خب شرایط خودم سازمان میدونست چجوری اومدم، خود سازمان منو کشوند تو عراق، برای کسانی که حتی دیگه رژیم مرغ و خروساشون هم اعدام کرده بود، از جمله آقای قربان علی ترابی. قربان علی ترابی یکی از افراد بالای سازمان بود. این آقای قربان علی ترابی شاید بیش از 100 نفر از ایران به عنوان پیک وارد عراق کرده بود، یعنی پیک سازمان بود. منتها خب تا وقتی که در ارتباط با مناسبات و واقعیت سازمان قرار نگرفته، دائما تو تردد بوده، به عنوان هوادار و پیک سازمان کار می‌کرد. اما زمانی که وارد سازمان میشه و با واقعیت و چهره واقعی سازمان آشنا میشه، مسئله دار میشه. کسانی که وارد این زندان شده بودن سه طیف بودن از دید سازمان، اینا تجاربی که بعد دست بودن، اطلاعاتی که بعد دست بودن، اما سه طیف بودن کلا از دید سازمان. سازمان برآورد کرده بود یک طیف هستن به عنوان طیف قرمز که اینا بالفعل از سازمان میخوان جدا بشن، یکی از لایه زندانی بود. لایه دوم طیف سبز بود، بلقوان. لایه سوم طیف زرد، هنوز با واقعیت سازمان آشنایی ندارن، هنوز در مادون اطلاعات و آگاهی کاملا، اما ظرفیت جدا شدن از سازمان رو خواهند داشت به دلیل گذشته‌ای که داشتن. مثلا یا از اروپا اومدن یا از ایران اومدن یا در ارتباط مثلا از قبل در ارتباط به مسائل سیاسی بودن، یک اطلاعاتی دارن و نمیتونن شرایط عراق رو به راحتی میتونن متوجه بشن، از عراق از سازمان جدا میشن. این سه طیف رو آورده بود. با طیف آخر نمیخواست بفرسته بازجویی،
طیف آخر میخواست این دو تا طیف رو نشون بده. طیف اول طیف کسانی بودن که تا سرحد مرگ توی بازویه شکنجه میشد، از جمله قربان علی تراوی. قربان علی تراوی کسی بود که وقتی رفت بازویه و برگشت جز اولین کسایی هم بود که سازمان انتخاب کرد، هم داشت زهر چش بگیره. چند شب اینا رو بود بودن، شب آخر که اولنش جنازه شون بودن، یعنی تمام صورت ورم کرده، دست و پا شکسته، فقط جنازه. در باز شد، مختار و اون یکی زندانبان در باز کردن، اینو انداختن تو رفتن، نفسی از قربان علی بلند نشد. در این زندان شاهدین قتل قربان علی وجود دارن. اتفاقا شما با یکی از اینا مصاحبه داشتیم، آقای نادر نادری، نفر دومش در فرانسه وجود داره، آقای محمد رضایی در فرانسه حضور دارن، به عنوان یکی از شهود این قتل. از اون سلول این به عنوان زهر چش بود. خیلی این صحنه رو که دیدم کلن پذیرفتن شده. بله ببخشید، این ماجرایی رو که میگید، ما هنوز در قرارگاه اشرف هستیم و یعنی خود قرارگاه اشرف زندانی داره اونجا، درسته؟ بله بله. من با آقای محمد رزاقی هم مصاحبه انجام دادم که دوستان اگر مایل باشن میتونن برن توی آرشیو تلویزیون مردم و این مصاحبه‌ای رو که با مجاهدین جدا شده انجام دادیم ببینن و با خود دوستان مستقیما تماس بگیرن. من در حین برنامه با شما شماره تلفن و ایمیل آدرس تلویزیون مردم رو میذارم تا اگر دوستان مایل باشن از شما پرسشی بکنن، هم به وسیله تلفن هم به وسیله ایمیل بتونن با شما در تماس باشن. در چند دقیقه آینده از شما خواهم پرسید که اگر شما فیسبوک یا وبلاگ یا وبسایت یا هر نوع وسیله‌ای که دوستان بتونن با شما تماس بگیرن، شماره تلفن، ایمیل آدرس، هر چیزی رو که بخواین مستقیما اعلام کنید تا دوستان بتونن با شما در تماس باشن و پرسش هاشون رو از شما بپرسن، نظراتشون رو با شما در میون بذارن. چون در طی برنامه دوست عزیزی به نام شیرزاد تماس گرفت و اون هم میگه از جدا شدگان هست و مایل هست که تماس به اصطلاح مصاحبه داشته باشه، من از ایشون خواهش میکنم که با کانون آوا تماس بگیرن که اینجوری ترتیبی داده بشه که همه این دوستان از یک مرکز بتونن به نوبت صحبت کنن و به اصطلاح اون سلسله مراتب و نوبت رعایت بشه. من ممنونم از شما، ساکت میشم، شما به دنبال صحبتاتون ادامه بدید. اولین کسی که در این زندان ها در جلوی چشم همه کشته شد قربان علی ترابی بود. قربان علی ترابی گفتم فقط مونده بود رژیم مرغ و خروسای اینا رو اعدام کنه، یعنی کسی نبود که بتونه سازمان مارک نفوذی بین بزنه. بیش از 100 نفر حداقل بوده. خب یک روش زهرچش گرفتن از بقیه بود، خطی که بازجو تو زندان میرفت این بود که آقا خطش مشخص بود. من چکیده و محصول اینو میخوام برای شما بگم، وارد جزئیات هم خواهیم شد. هدف این بود که آقا جون با نوشتن و اقرار به اعترافات ساختگی و غیر واقعی و پذیرفتن مسئولیت های مثلا تیر خلاص دادن در زندان های رژیم، همکاری با ساواک، همکاری با ساواک، همکاری در اعدام، در شکنجه و تجاوز، با نوشتن و اقرار به این افراد مدرکی رو دست سازمان بدید که شما رو از نظر سازمان لمگر تابو میکنه، یعنی بعد غیر قابل بازگشت میکنه از زندان. این شکل ظاهر ماست، اولیه داستان. محتوای داستانی، یعنی در واقع شما باید مثلا آقای یک دوستی داشتیم اونجا که الان تو عراقه، من اگر اسم میبرم به خاطر اینکه مطمئنن با اسم بردن از این سازمان دوباره سراغش میره و اون بنده خدا مجبوره یا بیاد توی تلویزیون سازمان یک پروژه به خودش بده به من بده یا باید بره پروژه بنویسه. این پروژه نویسه بعد اشاره میکنه. دوستی در اونجا بود که 8 سال در زندان‌های رژیم بود، توی اعترافاتش نوشته بود که من به بیش از 30 نفر تیر خلاص دادم. تیر خلاص به کسانی زده بود که رژیم اعدام کرده بود، باید اسامی اونا رو می آورد، هم بندهای خودش که اعدام شده بود. این مدعی شده بود که من به اینا تیر خلاص داده بودم، ولی باورتون میشه به خدا قسم اسم وزیر اطلاعات فعلی اون موقع رژیم رو نمیدونست، ولی مجبور بود سر بنویسه. یعنی ریل اعتراف نویسی یکی از روشای بود که سازمان در زندان به کار برد، به زعم خودش میخواست کنترل کنه. خب همه روشه را به کار بود، ابتدایی که میرفتی بازجوی کتک بود، زدن بود بدون مثال، جلسه دوم سوم تازه از تو میگه خب مزدور اعتراف کن. خب به چی اعتراف کنم؟
اعتراف کن که مثلا تو با وزارت اطلاعات ارتباط داشتی. آقا چجوری مثلا وزارت اطلاعات نمی‌شناسم؟ من گفت تو وزارت اطلاعات در خیاب مثلا خیابان تجریش رو نمی‌شناسی؟ اینجوری کد می‌داد. میگم اینا وارد کن. فلانی و فلانی در زندان نمی‌شی؟ در زندان شما شکنجه کردی، در زندان همراه مثلا اصولان لاجوردی تجاوز کردی به مادران. همین داره با تو چیزا میآوردی. بازجو میگفت شما با سناریوشو می‌نوشتی. سناریو هر چی سابقت بیشتر با سناریو بیشتر. این این سرنوشت همه کسانی بود توی زندان بود. لایه اول و دوم. لایه سوم معمولا فقط برای زهر چشم بود. اون تا دو تا خط پیش برد. توی باز زندان که میرفت کسایی که اعتراف میکردن بازجو رو اینا کار میکرد. میگفت ببین شما به لحاظ ایدئولوژیک سرتاپاتون ایدئولوژی خمینی. برای خلاص شدن از ایدئولوژی خمینی و که برای اینکه بشید مجاهد خلص از منهای بی نهایت به اضافه بی نهایت عروج کنید، باید تا منهای بی نهایت بروید تا بتونید پرتاب بشید بالا. توجیه ایدئولوژیکش اینه که شما اگر ایدئولوژیک بودی چرا رژیم شما رو اعدام نکرد؟ چون همیست که نخوست فیزیکی و عملی باشه، نخوست که ایدئولوژی بوده. رژیم تشکیز داده که تو نفر سازمان نیستی، جنس ایدئولوژی که سازمانی نداری و همین دلیل تو تونستی اعدام نشی. والا 120 هزار نفر اعدام شده، چرا تو اعدام نشدی؟ پس برای اینکه تبدیل بشی به عنصر مجاهد خلق باید تی کنی، حتی به صورت ثابت عبور کنی از این بحث مزدوری، باید ابتدا عبور کنی تا بتونی تبدیل بشی مجاهد خلق. خب خیلی با این تئوری با این توجیه ایدئولوژی میومدن میپذیرفتن، حتی میومدن تو سلول تبلیغ میکردن، میگن آقا جان ما برای اینکه تبدیل بشیم به تن واحد در سازمان مجاهدین، تبدیل بشیم به عنصر رهبری، باید عبور کنیم صامت از این بحث مزدوری. یعنی که یک بار بریم در قالب اون مزدور، بریم در زندان‌های اوین، بریم تیر خلاص بزنیم و اینا رو بنویسیم بدون دست سازمان، تا از این بتونیم عبور کنیم تبدیل بشیم به عنصر مجاهدین. یک عده این بودن، یک عده میگفتن برای خلاص شدن از دست سازمان باید اعتراف کرد. فکر میکردن که اگر اعتراف کنن دیگه مدرک دست سازمان هست و سازمان میذاره اینا برن، چون اینا برن بیرون دیگه علیه سازمان مثلا افشاگری نمیکنه به واسطه اون مدرک. این دوتا خط رو عمدن به بازجوها دامن میزنن، میشه کسایی که نمیخواستن اعتراف کنن به این دو دلیل الغا میکردن که اینا اعتراف کنن. عموما اعتراف کردن، خط اعترافن بود. ما رو از زندان به زندان دیگه منتقل کردن با کسای دیگه مواجه شدیم، کسانی که اعتماد همین انگوز در اروپا هستن. آقای شما با آقای بهزاد علیشی مصاحبه کردی، ایشون در زندان 73 بوده. در سلولی که ما بودیم هستن الان در آلمان آقای علیرضا میرعسکری هست، آقای علی قشقاری هست، ایشون هستن در آلمان و در زندان 73 با هم بودیم. کسان دیگه که الان در ایران هستن. اما شاهدین زندان اون سلول که این سلول آقای پرویز احمدی کشته شد، پرویز احمدی روی دستای من جمله تو سلول. ببخشید این قسمت رو من متوجه نشدم، پرویز احمدی چی؟ پرویز احمدی یکی از فرماندهان بالای سازمان بود، اف دسته بود. این واژه های اف دسته که میگم یعنی فرمانده دسته بود. بله فرمانده دسته حداقل باید بیش از 10 سال با سازمان کار کرده بود که لقب اف دسته بهش بود. خب این یکی از کسایی بود که مسئله دار شده بود به زندان آورده بود. خب هم اکثر کسایی که ما تو زندان بودیم سابقه ما زیر 5 سال بود، به من تک و توک بودن، زیاد بودن. کسایی مثل اینو ابتدا بازجویی بود که زهر چشمشو برام بود. خب سه شب ماه رمضان بود که من سال 73، سه شب متواری ایشونو به بازجویی بردن. سری اول که برگشت سر صورت سیاه بود، هر چقدر باش حرف می‌زدیم میگه اصلا من نمیدونم چی میخوان، نمیدونم چی اصلا این سازمان برای چی این کارو میکنه. شب دوم دیگه اصلا با کسی حرف نمیزن. شب سوم واقعا جنازه شما تو سلول یعنی کلا لت و پار اومد، گوشا شکسته، چشما ورق کرده، صورت قابل شناسایی نبود مگه لباسش رو میشناختیم. قطعا کسی اگه لباس اینو نمیشناخت نمیتونست تشخیص بده این پرویزه. پرویز اومد هم جای شکستگی انگشتا رو دستش برم کرده بود، آرنج شکسته بود. تایست رو که باز کردن انداختنش تو فقط ناله می‌کرد.
بردیم گذاشتیم براش، فکر ما خرخر میکرد گلوش، ما فکر میکردیم خون لخت شده توی گلوش. بچه ها گفتیم از زندانبان آب گرم بگیریم حداقل گلوش رو بشوریم، شاید لختای خون باعث میشه نتونه تنفس کنه. رفتن برای گرفتن آب گرم که بازو فوش داد، گفت که خودش به موش مردگی زده، فوش هم داد، خیلی فوشه بدی هم میدن. در بستن، پرویز داشت خرخر میکردی که دوبار رفت تو تشنج. تشنج کرش که رفت متوجه شد این ضربه مغزی شده، موضوع بقول معروف خرخرش هم ناشی از گرفتگی یا لخته خون در گلوش نیست. بعد از چند دقیقه پرویز تمام کرد. ما هر چقدر تلاش کردیم با ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی نتونستیم برگردیم. خیلی بچه ها داد میزدن، فریاد میزدن، آیه قرآن میخوندن، داد میزدن، دیگه خیلی اصلا قاطی کردن. رفتیم در زدیم رو بیرد، این پرویز تموم کرد، ببرمش. اول که باور نمیکرد، گفت اون خودش به موش مردگی زده، ولی بعد که دوباره در زدیم همه با هم اومدن، خودش چک کرد، بعد پاهای پرویز رو گرفتن، خیلی به شیوه بسیار بدی پاهاشو گرفتن و کشوندن و بردن از سلول خارج کرد. این خیلی شوکه بزرگی بود برای افرادی که تو سلول بود، 20 نفر تو سلول بود، کسانی که تو سلول بودن این صحنه رو به خوبی یاد دارن، کسانی که الان تو ایران هستن، کسانی که تو اروپا هستن، کسانی هستن که اسامی کسانی که بعدشون تعدادشون کشته شدن، از جمله کسانی که بعد از زندان 73 کشته و متاسفانه خود ما بودن. آقای علی خوشحال، ایشون از کسایی بود که نظر سازمان جزء رده قرمز بود و رسما اعلام جدایی کرد و ایشون بعد از زندان کشته شد. کسان دیگه بودن که به دلایل مختلف یا در زندان گفتن خودشو کشته، عموما به اسم خودکشی یا خفه شدن از بین رفتن، که متاسفانه تعداد زیاده. من اسامی رو دارم، میتونم اگه پرسن باشه اسامی رو براتون بخونم، اما در مجموع پایان بازی آدم ها شد، گروه آدم ها رو مولی بردن پیشه بزن. شاید در استالین یک روش استفاده کرد برای مخالف خودش، اما رجوی از همه روش استفاده کرد، از اون روش استالین، روش نیماهو، روش هوشیمین، هر کدوم این روش برای سرکوب مخالفین داشتن، اما رجوی همه رو داشت. پس تا آخر وقتی که گروه ما رو بردن پیش رجوی، رجوی سه تا برخورد میکنه با آدم هایی که میدارن پیشش، با کسانی که اعتراف کرده بودن، که مستقیم دعیه بود که شما چرا اعتراف کردید، اگر اعتراف کردیم دروغ بود یا راست بود، اگر راست بود که خب که عمدت حسن نبود، امکان ورود یک نفر نفوذی به داخل سازمان وجود نداشت. من نمیگم یک سیستم اطلاعاتی نفوذی نمیسته، اما با سیستم بسته ای که سازمان داره امکان بقا و رشد یک نفوذی وجود نداره در سازمان وجود. ببخشید آقای صادق نژاد، من یه سوالی دارم. در سازمان‌ها معمولاً رسمه که وقتی شما می‌خوای وارد بشی با اون پرسش‌هایی که می‌پرسن یا حتی بازجویی که انجام میدن به اصطلاح ثابت میشه که شما صادق هستی یا نیستی. حالا اسم شما هم صادقی نژاد هست، چرا سازمان باید بعضی‌ها رو 5 سال یا بیشتر از 5 سال نگه داره تا احتمالاً اونها یه مقداری چیزای دیگه هم یاد بگیرن، بعد بیاد اینها رو متهم کنه که شما نفوذی هستید؟ به نظر شما چرا سازمان همون اول نمیتونست تشخیص بده یا یک قسمتی رو، یک دیویژن رو، یک بخشی رو نیذاشته بود که نفوذی ها رو فیلتر کنه؟ و این چه نوع سازمانیه؟ آیا میشه گفت اینها بعد از اینکه دیگه کاری به اون صورت نداشتن از بیکاری به این اعمال دست زده بودن؟ یا خودتون رو بذارید جای اونها، برای من تعریف کنید که هدفشون چی بوده؟ چرا یه سازمانی که توی یک موقعیت بسیار بدی قرار گرفته میاد همین چند نفری هم که باهاش هستن و سالها باهاش موندن همینا رو هم به اصطلاح زیر فشار میذاره تا اونها به چی میگن، به جونشون به لبشون برسه و فرار کنن یا منصرف بشن؟ اینو یه مقداری بیشتر برای ما باز کنید لطفا. خواهش میکنم. این من ابتدا گفتم که موضوع اصلا موضوع نفوذ نبود، این همچنان که شما خودتون اشاره کردین، در سازمان سیاسی، در سازمان های حتی نظام، روش هایی برای
کنترل افراد وجود داره، برای چک افراد وجود داره که در ابتدای کار صورت میگیره. حالا فرض میکنیم این همه روش ها رو سازمان داشت. این سازمان یک فرد رو، من وقتی من یک نمونهش بودم، همه افراد هم بودم. من به مزگ پایگاه پاکستان رسیدم کلا تخلیه شدم از آن چرا که داشتم. وقتی به بغداد رسیدم تخلیه اطلاعاتی شدم آن چرا که می داشتم تا به اون روز. از روز اول آشنایی با سازمان تا حتی خیلی جواب دقیق میگفتی در فلان روز کجا بودی، همه اطلاعات سازمان داشت، تخلیه اطلاعاتی رو کرده. این که سازمان مدعی میشه اینا افراد نفوذیان، به یک دلیل میشه اثبات کرد که نیست. ببین 90% این افراد اعتراف کردن که نفوذیان، پس چرا سازمان روز بعدش اینو اعلام نکرد، بیرونی نکرد؟ همین فردی رو که سازمان اعلام میکنه نفوذی رژیمه، چرا روزی که متوجه شد اعلام نکرده؟ مثلا من سال 73 در زندان میکنم دایی میده که نفوذی رژیم بوده، پس این 13 سال برای چی من میگردشتی اونجا؟ اگه من نفوذی بودم خب همون روز اعلام میکردی، یا اون موقع که متوجه شدی من نفوذیم یا باید تحویل مثلا نرم معمولش اینه دیگه، به صلیب سرخ اعلام میکنم، به سازمان ملل اعلام میکنم، به مراجع رسمی اعلام میکنن. و از یک اتفاقا یک برد تبلیغاتی بزرگی برای سازمان اگر یک نفوذی رو دستگیر کنه و اعلام کنه. پس چرا همه این افراد وقتی از سازمان جدا میشن در گذشتهشون یک عامل نفوذی به وجود میاره؟ یا نکنه اصلا این سازمان یک سازمان تربیت نفوذی رژیم در عراقه؟ خب این اصل موضوع که روشنه، موضوع نفوذی نیست که. این افراد انگیزه ماندن در عراق نداشتن، سازمان میخواست با شیوه های فیزیکی جلوشون بود. خب تا حدودی موفق بود سازمان. بعد از این داستان گفتم که 3 مدل برخورد کرد نجاری با کسانی که اعتراف کردن. اول طلبکار شد که شما چرا اعتراف کردید؟ مجاهد خلق زیر بار اعدام هم بره اعدامش هم بکنن، نمی نویسه من مزدورم. با کسانی که ننوشته بودن، اعتراف نکرده بودن، مدعی شده بود که شما چرا ننوشتید؟ مثلا رو میکرد برادر قاسم، مهندسیم اتفاقا در این جلسه بود، برادر قاسم آیا سازمان اگر از شما بخواد که شما بنویسی که مزدور جمهوری اسلامی هستی شما مینویسی؟ برادر قاسم هم میگه 100 بار مینویسم، بین من و سازمان دیوار کاذبی وجود نداره، سازمان هر آن چرا که بخواهد من به دستش میدم برای سلامت، چون اعتماد دارم به سازمان. سازمان که نمیخواد علیه من سوء استفاده کنه، اگر استفاده و سوء استفاده هست از طرف منه که شک دارم به سازمان. 100 می نویسن من مزدور رژیمم، بذار دست سازمان باشه، من که نفر سازمانم، من که جزئی از رهبری هستم، دیگه چه ترسی دارم که چه چیزی رو بنویسم دست سازمان؟ با کسانی که خب لایه سوم بودن، هر کدوم از اینا میگفتن شما کسی دیگری برای شما اعتراف کرده. من اون از این سندها زیاد داشتم، برادرت، خواهرت، فامیلت، خودت، خود گزارش نویسی در سازمان امر مرسومی، مثلا یکی میاد یک دستگاه موتوری رو خراب میکرد مثلا ناخواسته، شب میرفت گزارش رو مینوشت که من این ناخواسته این پره موتور رو شکندم. این گزارش به عنوان یک سند در همون زندان استفاده شده بود که تو به عنوان خرابکار اینجا اومدی، عمدن خرابکاری کردی که موتور ارتش آزادی بخش رو بخوابونی علیه رژیم نجنگه. اصلا جنگی بین رژیم و ارتش آزادی بخش وجود نداشت. این همه ترفند. حالا پیش رجبی که رفتیم آقای علیشاهی توضیح شدن، حتی آخرش مثلا مصفایی کردن از این زندان، ولی این نوشته ها و این مدارک رو سازمان گرفت، تأثیر خودش هم گذاشت. می بیش از 90% افرادی که اون تا اون لحظه تصمیم گرفتن از سازمان خارج میشن، با دیدن این صحنه ها و این اعترافاتی کرده بودن خیلی جا خوردن، قبلشینی کردن. خیلی فکر میکنن با نوشتن این اعترافات راه باز میشه، اما آب پاکی رو رجوی رو پودست شد. گو شما با این اعترافاتی کردین فقط تحت یک شرایط میتونه زنده باشید، شرکت در نبرد نهایی ارتش آزادی بخش. حالا این نبرد کیه؟ باید منتظر شد تا بیاد، یعنی یه خروج ممنون. خب این یک بخش داستان. زندان 73 تموم شد. از زندان که برگشتیم ما تا سال 74، من شخصا خودم، من در هیچ کدوم از نشست‌های رجوی شرکت نکردم، علیرغم که به مناسبات برگشتیم من شرکت نکردم، گفتم مصر بودم که میخوام برگردم، هر اتفاقی میخواد بیفته. ما سال 74 و شروع نشست های حوز 74، حالا توی این زندان من خاطراتی رو نقل نکردم، فرصت نشد. ببین توی این زندان با افرادی مواجه شدیم، من تو همون سلولا کسانی بودن که میخواستن از سازمان جدا بشن، سازمان بهشون گفته بیاد برید مهمون سرا، 10 نفر بودن مثلا، بردن چون مهمون سرا، اما شبانه برده بودنشون مرز ایران عراق تو میدان مین رهاش بودن.
دو سه نفرشون رفته بودن رو میدن، بقیه برگشته بود، برگشته بودن رفته بودن پاسگاه علاقه خودشون معرفی کرده بودن، گفته ما از کجا اومد مخصوص سازمان هستیم، بخششون گفته بودن ما نفر سازمان بودیم آورده بودن اینجا که بریم ماموریت، منتها گم کردیم حالا برگشتیم. یک اختلافی افتاد بین سازمان و علاقه، چون سازمان اجازه نداشت خودسرانه و مستقلا نفرات خودش رو تعیین کنه، به دولت عراق اعلام کرد. دوباره اینا برگردون تحویل سازمان داده بودن. شدید. خیلی از کسانی که سازمان اعلام کرده بود ما از طریق مرز فرستادیم ایران، قطعا همین سرنوشت داشتن. رفتن رو میره. چون یه جایی سازمان اعلام کرد اگه میخواد بره خودش بره. ما میاریم لب مرز با قاچاقچی، خودش بره ایران. خودش میدونه با دولت ایران. این هم از اون روش بود. سال 74 تا 74 من شرکت نکردم بیش نشستیم. سال 74 نشست های حوز سال 74 شروع شد. یعنی یک مرحله به قول معروف بالاتر از انقلاب ایدئولوژیک مدار عوض کرد. من کشید بالاتر. یک مدار بالاتر. نشست های معروف شد به نام نشست حوز. در این نشست های حوز رجبی آب پاکی رو ریخت رو دست هم. ببخشید نشست های چی؟ نشست های به نام نشست حوز. این حوز واژه حوز از حوز کوثر گرفته. آها آها بله. نشست های پاکی. آها بله. نشست اما برن توش تطهیر بشن. در حضور رهبری برن توبه کنن و تطهیر بشن و آغازی نو رو داشته باشن. این اصطلاح از اونجا گرفته. و معروف شد به نام نشست های حوز. توی نشست های حوز رجبی حرف مشخص رو زد. آقا جان همتون برین. هر کی میخواد با من بمونه بره گزارش بنویسه و بیاد از تو حوض یا تو این حوض بری، نه اینکه آقا هر کی دلش بخواد بره. ما اول فکر کردیم عجب دموکراتیک شده رجبی، نه اینکه بره. گو از من نخواهید که مثلا شما را از اینجا بگم آقا این اتوبوس سوار شید برید اروپا یا برید ترکیه. خیر، از در این سازمان برید بیرون، از در این پادگان برید بیرون. مسئولیتش هم به خودتون. یعنی اگه فردا عراقی شما رو گرفتن مسئولیتش به خودتون. طبیعیه مسئولیت کسی که پاشو از پادگان بذاره بیرون و عراقی‌ها دستگیرش کنن، مینیمم به جرم جاسوس رژیم میگیرنش که یا اعدامه، یا نه اگه جاسوس رژیم نباشه به جرم ورود غیرقانونی به عراق 8 سال بره زندان ابوغریب. تعلیق رجعی بود، حرفش این بود، حرف واضح. من دارم خلاصه و چکیده این نشست میدم. حرف این بود آقا جان یا بشید اون چرا که من میخوام، مجاهد خلص که من میخوام، یا برید تو کوچه. کوچه رفتن تا نمیده که مسئولیت به خود، یعنی مسئولیت به دولت عراق. این آقا تحویل استخبارات عراق میده، نه هویت نه مدرک دارید. خیلی از کسانی که اونجا آمده بودن خب همه به همین شکل غیرقانونی وارد عراق شده بودن، به طور غیر متعارف اومده بودن. دوستانی داریم الان در پاریس هستن، آقای مثلا حسن پیروزی، ایشون در کانادا زندگی میکرده، نشنالیته داشته، شغل داشته، هوادار سازمان هم بوده، برای سازمان کار میکرد. سازمان بهش گفته خب بیا یه سه ماه بیا عراق با رزمندگان آشنا شو. بعد با همون شیوه تا اردن قانونی میاره، یعنی با پاسپورت خودش اومده. از اردن تا داخل قرارگاه اشرف با اینا میان تو عراق. بعد از سه ماه این دوستمون میگه خب حالا من میخوام برگردم. کجا برگردم؟ برگردم کانادا. نمیتونی برگردی. چرا؟ چون بخاطر که تو هم ورود غیرقانونی کردی به عراق. من بخواد برگردی باید 8 سال بری زندان ابوغریب. یعنی در واقع اینجوری خیلی به اینجوری راهشون بستن. خیلی از کسانی که تو عراق موندگار شدن چون نه دیگه مدرکی داشتن و نه راه خروجی داشتن. این نمون از این نمونا زیاد اسامی مثلا نمیبرن بخاطر که خیلی زیاد شاید هم خودشون نخواد اسامی ببرن. ان شاء الله خودشون بیان تو برنامه. ولی هرگاه این دوستانی که هستن خودشون نخواستن شرکت کنن، اسامیشون رو من دارم که خواستن اعلام کنیم و اعلام میکنیم. این اسامی رو که اعلام کردن کسایی بودن که با ما بودن. مثلا آقای نادر نادری تو زندان 73 با ما بود، شاهد مرگ قربان علی بود. آقای میراسکری، آقای علی قشقایی شاهد مرگ پرویز احمدی بودن. آقای بساط علی مشکین فام در ایران شاهد مرگ پرویز بوده. اسامی رو اگر چه در داخل اونایی که هنوز در عراق هستن یه درجه دیگه نمیبرم به دلیل نیست که وجود نداره، به دلیل که نمیدونم مجاز هستم بگم.
بله بهتر همین کار رو انجام بدیم و تا خود دوستان نخوان اسمشون رو نبریم. ولی من هنوز پاسخ خودم رو نگرفتم، مخصوصا در رابطه با این دوستمون که میگید در اون زندان کشته شده و جانش رو از دست داده. من میخوام ببینم آخه این چه سودی داره برای سازمانی که از اون ور تلاش میکنه. حتی دوستان شما قبلا به ما گفتن که اینها پول میدادن به افرادی که دیگران رو از کشورهای دیگه مثل ترکیه این ور اون ور بیارن و بیارن به اشرف. چرا باید افرادی رو که اونجا بودن سالهای زیاد و متمادی باهاشون کار کردن اینها رو به این صورت بیاره و بهشون تهمت بزنه و از خودش ناراضی کنه؟ من این رو میخوام بفهمم فلسفه اینها چی بوده. بله شما سوال من شدی؟ من متوجه شدم. بله من میگم که من متوجه سوالتون شدم. آها بله خب بفرمایید. چی بکنم؟ ببینید مثلا هیچ سازمان معقولی نمیاد کادر قدیمی خودش رو به زندان ببره، مارک بزنه و اعدام کنه و بکشه. هدف سازمان از این کار این بود که با کشتن به قول معروف افراد قدیمی خودش جلو بقیه زهر چش بگیر از بقیه حساب کار برسه. برای سازمان مهم نیست که نفرش قدیمی یا جدیدی، منافعش کجا چی ایجاب ده. مثلا کسانی که ناراضی بودن یه ادیشن رو گفتم فرستادن رو میدان میم، اما فردای اون روز سازمان اطلاعیه میداد اسامی نفراتو میگفت، میگفت نفر مجاهد خلقی که برای مبارزه با رژیم رفت در آن سوی مرز شهید شد، هم از دست ناراضی راحت شده، هم نون شهادتشو میخوره و هم هزینهش از دولت عراق میگیره. دو کسی خیلی سربنیست اعلام نکرد، اینا همچنان تو لیست زنده‌های سازمان هستن و از دولت عراق همچنان ماهی 3000 دلار بابت تحت السلاح، ماهی 2000 دلار بابت پناهندگی از دولت عراق بابت هر نفر عراق میداد، جدا از مسائل لوجستیکی، زرهی، تانک و مسائل آسایشی، پناهی، همینا. اینا پول نقدی بود که سازمان میگرفت. سازمان اینکه شما میگید به طور معقول هیچ کس نمیپذیره که عضو خودشو بکشه، ولی واقعیت وجود داره، واقعیت هست و شد و بود. سازمان متناسب با منافع خودش که چی براش مهمه اقدام میکنه. شما میگی ناراضی کرد، آره، ولی از طرف دیگه خیلی از ناراضی رو به اجبار از درخواست خودشون برای خروج هستن. خیلی دیگه خیلی هستن کسانی که تو زندان ما بودن، مثلا محمد تقی آبخز، این تو زندان با ما بود، یه جزی کسایی بود که میخواست خارج بشه از سازمان، ولی همچنان جز نفراتی که تو لیبرتی هم مونده و جرئت نمیکنه بیاد بیرون. به چه دلیل؟ به دلیل همون اعترافاتی که نوشته و فکر میکنه این اعترافات تابوه. آخه ارتباط این افراد و دنیا قطعه، ارتباطی به دنیا ندارن که متوجه بشن بابا این اعترافاتی که سازمان گرفته خودش جرمه برای سازمان و میشه شکایت کرد علیه این. خب با یک انسانایی که در این محیط بسته زندگی میکنه شما این انتظار نباید داشته باشه. ما خودمون که اینجا هستیم الان خیلی چیزا برای ما ساده به نظر میرسه که میتونستیم اونجا انجام بدیم، اما در اون محیط باید دید که چه کار میشه کرد. در محیطی که بسته است ارتباط با هیچ کی نداری، کوچکترین اعتراضی بکنی اولا ایزولت میکنن، دیگران جرأت ندارن با تو حتی سلام علیک کنه، سر میز غذا بشینن. کمیسیون امنیتی هست، زندان هست، نشست های دیگ، هیچ کی هنوز اشاره نکردیم بهش، نشست های دیگ، نشست های عملیات جاری، نشست های کسل هفتگی، دوستان اومدن اشاره کردن اما به عمق هیچ کدوم از اینا نرفتیم. اینا اهرمای سرکوبی تشکیلاتی ما رسیدیم به تازه نشست هوز. تو این نشست هوز اولین اهرام سرکوبی رجوی علنی شد، یه چیزی به نام عملیات جاری جا انداخته شد. بعد از اون همه زهره چش گرفتن تو اون نشست رجوی حرف مشخصش این بود، به خصوص من رو صدا کرد، اسدالله مصنع بود، علی بود، به اضافه خود رجوی مشخصا گفت. خیلی هم رجوی خیلی هم روانشناسا برخورد خیلی راحت داشت سیگارش می‌کشید، یه سیگار هم در اون داد به من، گفت به سیگار بکشم بس خیلی دوستانه. گفت ببین تو یا این ظرفیت رو داری که تبدیل بشی به یک عنصر مجاهد خلق یا نداری. نداری همین فرد از طرف هم مرز میفرستی میگیرم همین قاچاق چند با من این هر روی برازه بود. نه بمان و تبدیل شد به عنصر بیبدیل مجاهد خلق و چنگ بزن به دامن مریم. به قول یکی از این بچه ها بگم ما چنگ زدیم به دامن مریم اما همه چی توش بود الا شرافت.
رجبی میگفت چنگ زنی به دامن مریم شرافت مریمی دریافت، ما چنگ زنی به دامن مریم، در دامن مریم همه چی بود یافت میشد الا شرافت. اون مقید کرد به دین این دو گروه، حرفش هم بود یا اعدام یا رو میدان مین، که تازه معلوم نبود فقط هم میدان مین بشه، طبق تجربه قبیل استخبارات عراق بوده، بعد دو سال میرفت زندان فوزیلیه، هشت سال بله متاسفانه باز صدای مقداری اشکال داره آقای صادق نجات قطع و وصل میشه، ولی شما اسم مریم را آوردید، من نمیدونم منظورتون خانم مریم رجبی بوده یا مریم مقدس، حضرت مریم، چون وقتی که ما میگیم دست بزن به دامان مریم منظورون مریم مقدس، لابد از ایشون میخوان که مریم مقدس بسازن، اصلا ادب به مریم مقدس نباشه. بله اجازه بدید من یه سوالی رو به عنوان آخرین سوال از شما بپرسم، ضمناً من یه مصاحبه‌ای رو که شما با بی بی سی انجام دادید اون رو گذاشتم که امروز اگر وقت بشه، یه ویدیوی دیگه هم هست که با اون آقای صفوی اگه اشتباه نکنم صحبت کردن و ایشون به درستی در یعنی به وضوح درباره اون روابط زنها و مردا در سازمان صحبت میکنه و من فکر میکنم که این از دستشون در رفته حقیقتاً. بیاد به اونجایی بریم که سازمان ادعا میکنه که مسئله استعمار زنان رو که تاریخاً به اصطلاح وجود داشته در هم کره زمین هم در ایران مخصوصاً اینها ادعا میکنن که حل کردن، یعنی برابری زنان و مردان رو برای اولین بار سازمان مجاهدین حل کرده و این رو به عنوان یک چیزی متجلی شده و به اصطلاح این رو افتخار میکنن بهش. یه مقداری در این مورد توضیح بدید، بعد پس از صحبتهای شما میریم و اون ویدیوها رو میبینیم. امیدوارم شما در برنامه های آینده اگر پرسشی بود از دوستان بیننده و شنونده یا نظری بود در مورد اون پرسش ها و نظرات پاسخ بدید. قبل از اینکه به سوال من در رابطه با مساوات زنان و مردان پاسخ بدید، لطف کنید بگید که دوستان بیننده و شنونده از چه طریقی یا از چه طرقی میتونن با شما تماس بگیرن به غیر از شماره تلفن تلویزیون مردم و ایمیل تلویزیون مردم که اون هم هست و امکان داره که بتونن تماس بگیرن. بفرمایید. ایمیل خود من هست عباس صادقی _ من این زیر می نویسم اگه شما بتونید براشون روی صفحه نشون بدید، عباس _ صادقی 2001 @yahoo.com این ایمیل من هستم، از این طریق میتونن با من تماس بگیرن، کما اینکه از طریق سایت من سایت iransubs.com وارد سایت های اینترلینک هم بشه، ایران اینترلینک یا آوا لینک داره، لینک ایران سبز وجود داره، میتونید به وبسایت ما مستقیما ایمیل یا سوال یا هر موردی که دارین سوال بفرستن، من پاسخگو هستم. فرصت نشد متاسفانه، ما رو سه تا مقوله می‌خواستیم صحبت کنیم، من فکر می‌کردم زمان میرسه، زنان، طلاق‌های اجباری و زندان، که متاسفانه فرصت نشد، حتی فرصت نشد جریان خانوادگی خودمون تمومش کنیم. وقت داریم، اون ویدیویی که من گفتم حدود 15 تا 16 دقیقه بیشتر نیست و میتونید اگر میخواین صحبت کنید، بعد به فاصله مثلا 20 دقیقه به آخر وقت بذارید، یعنی حدود 17-18 دقیقه دیگه هنوز وقت داریم. بفرمایید. بسیار. در اتوازن ابتدا هم بذار اجازه بدیم توضیح بدم که ما الان راجع به همه ستم‌هایی که بر اعضای سازمان رفت گفتیم، اما ستم دیده ترین اعضای سازمان زنان در سازمان مجاهدین است. نه فقط امروز که الان قطعا شنیدیم، در اوج خودش زنان مورد بحث استثمار جنسی رهبری قرار میگیرن، در شکل های مشمعز کنندش به شکل جمعی وادار به رقص برهنگی میشن، عنوان نام کند پرتمطراق رقص رهایی. متاسفانه این اولش، اما از روز از ابتدای تشکیل این سازمان ما نمیتونیم بگیم یک پدیده در اوج و تکامل خودش به فساد رسیده و در ابتداش نبوده، اگرم نبوده قطعا میدان بارز شدن نداشته. آقای صادقی نجات من ازتون عذر میخوام، عباس رو با دو تا بی بنویسم یا با یکی؟ شما با یکی نوشتید. ABAS. اوکی مرسی. صادقی 2001 @yahoo.com. مرسی. بفرمایید.
ببینید زنان از دهه 50 یا اواخر دهه 40 و 50 که کم کم پاشون به سازمان باز میشه، متاسفانه مورد بهره برداری قرار میگیرن. در ابتدای کار اعضای سازمان که عموما سازمان سیاسی به خصوص سازمان میگیدن نمیتونستن متأهل باشن، مجرد بود و ازدواج ممنوع بود به غیر از رهبریش آقای محمد هنیفی. و در قدم های بعد که سازمان تشخیص داد برای مثلا چتر امنیتی و حفاظ امنیتی مثلا میخواد خونه تیمی داشته باشه، که خونه رو با آدم مجرد نمیده، زنان یا تک نمود زنانی که وجود داشتن متاسفانه اینا از به فرمان تشکیلات به عقد مسئول اون پایگاه در میومد که بدونن یک زندگی ظاهرا متحلی رو نشون بدن. خب یه ابتدای داستان جلوتر که میریم اولین بار آقای احمد به این موضوع اشاره میکنه که همسر ایشون قربان این داستان میشه و این زنان فقط با یک نفر ازدواج نمیکنن، ازدواج تشکیلاتی گاهن به دو تا سه تا مورد میرسن. بعد این مورد تموم میشه میرسیم به عراق. در عراق شکل بسیار بدتری به خودش میگیره و بسیار زننده تره. در عراق فرض کن کسانی که حتی زن و شوهر بودن بودن تو عراق، از این سال بعد از سال مثلا 1958 به بعد که سازمان وارد ملأ اجتماعی میشه و میخواد نیرو جذب کنه، اون موضوع ممنوعیت ازدواج رو برمیداره و اتفاقا بهش مشروعیت میده و تشویق میکنه که همه ازدواج کنه. در سال 62 به بعد که سازمان فراخوان میده به نیرو که خارج از ایران بره مثلا عراق، در سال 65 که تشکیل ارتش آزادی بخش میشه، خیلی از ازدواج ها تحت تاثیر تشکیلات قرار میگیره. مثلا حتی کسانی که ازدواج متأهل وارد عراق میشن به واسطه بالا و پایین رفتن ردی تشکیلاتی همسر از همسرش جدا میشه. مثلا خانمی که ردی تشکیلاتیش از همسرش بالاتر، مجبور از همسرش جدا بشه به فرمان تشکیلات بره با فردی ازدواج کنه که هم ردیف خودشه. اولین بارم و اولین هایرم خود مسعود رجوی گذاشته بود، مسعود رجوی، مریم رجوی از آقای ابریشمچی جدا شد به دلیلی که همسر و تراز رهبری بود، مجبور شد از این همسر طلاق بگیره یا ایشون کلا نه ربطی به آقای ابریشمچی نداره، فرمان تشکیل بده، طلاق صورت میگیره، با رهبری ازدواج. این وقتی وارد عراق میشه در سال 65 بعد این شکل عمومی پیدا میکنه. یا کسانی که همسرانشون کشته میشن در جنگ ها، مثلا در جنگ چلچرا کسانی یا شوهرها کشته میشن یا همسر. زنها رو این خودشون حق انتخاب نداره. اولا در سازمان انتخاب همسر اولا جرم بزرگ، این اصلا ابراز علاقه به یک زن از همون دوران تا به امروزش هم جرم بوده. حتی زمانی که ازدواج تشکیلاتی بوده افراد انتخاب نمی کردن که با کی ازدواج کنن، این رهبری و تشکیلات بوده که تشخیص می داده این زن امروز باید همسر این باشه. فردا اون فرد مثلا از سازمان می‌خواد جدا بشه یا افت رده پیدا می کرده، بلافاصله زن را ازش جدا می کرده. یعنی دو تا ابزار در سازمان ابتدای کار وجود داشته برای کنترل نیرو، یکی رده تشکیلاتی، دوم همسر زن. سازمان نهایت استفاده را از زنان در این رابطه کرد، جای افراد رو مثلا با دادن یک رده میتونه حفظ کنه، رده میداده برای مدتی. بعضی جا میدیده با زن دادن میتونه سنگر داره، یک زن تشکیلاتی بهش میداده، زن تصمیم گیرنده نبوده. اینجا گاهن زن تا 5 تا 6 تا شوهر داشتن، این شوهر میگردن طلاق میگرفتن، تمام ازدواج طلاق هم تشکیلاتی بود. اینو به جرأت خانوهایی که از تشکیلات فرار کردن اومدن بیرون میتونن شهادت بدن، هیچ کدوم از اینا غلام نیست. اگر ما کم نگیم زیاد نگفتیم، اینا تجربه و مشاهدات ما هست، شنیده ها و دیده های ما، به خصوص خانم هایی که دیگه از رده شورای رهبری اومدن بیرون دارن مدارک تعریف میکنه که برای خود ما گاهن صغیر بود اما وجود داشت. چه به طور مثال خانم محمود جمشیدی که از اعضای رده بالای شورای رهبری سازمان، ایشون سه بار به واسطه افت رده همسرشون از همسرشون جدا طلاق داده شدن و به کسان دیگه ازدواج کرد. ایشون حفاظت یک مخبول مسئول جدید در این حد، در حتی در این حد رده تشکیلاتی همین نباد رایت میشه. زنان هرگز حق تصمیم گیری نداشتن. حالا در یک دوره برای سازمان به صرفه بوده که از این احرام زنان برای نگهداری اعضا نگهداری، کادراش نگهداری، اعضای با سابقش نگهداری استفاده کنه، استفاده میکرد. یک روزی به نفعش نبوده کانون خانواده، این درسته در یک جای به نفعشه، ولی در
جای دیگه که استراتژی جنگ مسلحانه به بن‌بست میرسه. یک نکته من اینجا به عنوان یک جمله بگم، انقلاب ایدئولوژیک یا تلاقای اجباری در سازمان مجاهدین ما حاصل شکست استراتژی جنگ مسلحانه، یعنی از نقطه این شروع میشه تلاقای اجباری که عملا و به طور قطعیت دیگه از این نقطه بعد سازمان مش مسلحانه و نظامیش دیگه کاربرد نداره. به بن‌بست رسید، جنگ ایران عراق تمام شده، ناراضی بود از سازمان موندن، سال 73 اوج زندانه، از سال 70 شروع میکنه به اجباری کردن طلاقهای اجباری. چرا طلاقهای اجباری؟ من نمیدونم، فرصت هست بنشینم کامل بریم از ابتداش وارد بشیم، حالا میریم هر جا قد شد شد. طلاقهای اجباری تا اون زمان گفتیم سازمان خانواده وجود داشت، حتی کسانی بودن که بچه داشتن با بچه های خودشون مدن عراق، یا در به واسطه ازدواج هایی کرده بودن ناخواسته بچه دار شدن، بچه دار شدن جور بود، ولی بودن کسانی که ناخواسته بچه دار شدن، ولی بودن باز خیلی خانواده که با بچه هاشون مدن عراق تا سال 67-68 هنوز اعتماد به سازمان وجود داشت، نیرو وارد سازمان میشد. دیگه نیاز نبود سازمان بره نیرو دزدی کنه، نیرو بخره از قاچاقچیا. خب خانواده ها میمدن، وقتی وارد میشن از سال 72 بعد این خانواده ها مواجه میشن با جریانی در سازمان به نام طلاق اجباری. خب حالا تصور کنید یک خانواده در ایران تحت فشار بوده یا تحت تعقیب رژیم بوده یا مشکل به هر دلیل داشته، با خودش و بچه‌اش تشریف میبرن و به من از که وارد عراق میشه میگه خب هم زن و شوهر باید اصلا طلاق بگیرن، اگر نگیرن چه کنن، چه سرنوشتی دوچارشون میشه؟ تا حالا کسی بازگو نکرد؟ ای کاش کسانی بود که شاهد این داستان بودن بیان و بازگو بود. همین خانواده سرنوشت همون کسانی دوچار میشدن که اون افراد ناراضی در روی میدان های مین دوچار شدن. یک نمونه، حتی یک نمونه سراغ نداریم، خانواده اومده و شراغ به وقتی بهش میگن با طلاق اجباری بدی موافقت نکنه و بهش میگن باش برو ما کمکت میکنیم از عراق خارج شد، بفرستنش تا همین مثلا اردن، بفرستنش تا پاکستان، بفرستنش تا ترکیه، میدونم یا از ابتداش اعلام کنه آقا ما مجرد نیاز داریم، ما متأهل نمیگیریم. هیچ وقتی اطلاعی سازمان وجود نداره، همواره نفر به عراق کشیده شده بعد در تنگنای انتخاب بین مرگ یا مثلا روی مین رفتن داشته، هر دوش یکیه، اما یه جا شما رو توی این تنگنا میذارن که یا میفرستیم سمت رژیم از تو مرز یعنی میدان مین، یا اینکه یا طلاق بده، و هر دوش مرگه، هر دوش مرگ یک زندگیه، یک زندگی که براش تلاش شده مقدس در جا. حالا یک زمانی برای سازمان ارزش داشته، یک زمان ضد ارزش شده، امروز از سال 70 به بعد برای سازمان ضد ارزش شده. چرا؟ چون با منافع سازمان نمیتونه، دیگه نمیتونه با اهرم همسر دادن به کسی گردانی رو مثلا یک فرمانده گردانی رو هست. نمیتونه با دادن با ازدواج یک خانواده رو مثلا نگه داره. از اینجا بعد دیگه خانواده ها بود سم داره برای سازمان. چرا؟ چون از اینجا بعد دیگه جنگی وجود نداره که به نیرو حداقل سرگرم جنگ بشه، تمام و کمال باید نیرو کنترل بشه، ابزارها و اهرم‌های کنترل نیرو وارد بشه. یکی از ابزارهای کنترل نیرو همواره ثابت وجود داشته، رده در سازمان، با رده خیلی داره بالا میره، شاخصش هم رابطه این را رده نزدیکی و دوری به رهبری سازمان. کسی به رهبری انتقاد داشته مثل مهدی افتخاری ایزوله بشه، باید سوزانده بشه، باید همسرش ازش طلاق بگیره، باید در جمع بیان سرش داد و فریاد بدن، فحش بهش بدن، بهش مزدور خطاب کنن. مهدی افتخاری که فرمانده فرار خود مسعود رجوی از دیدگاه مهرآباده، فرمانده عملیات رجوی بوده، فرمانده عملیات فرار بوده، فرمانده عملیات خیلی از فرمانده گردان رزمی سازمان بوده در عراق، خیلی از عملیات موفق در عملیات چرچرا فرمانده مهدی افتخاری صورت گرفته. این مهدی افتخاری وقتی که با سازمان اعلام میکنه طلاقهای اجباری این مخالفت میکنه، این مهدی افتخاری که گل سرسبد سازمان تا اون روز، از امروز به بعد میشه افسری که باید دائما تو سر سبد.
عنصری که کسی تا سالیان خبر نداره هیچ کار. شاید باورتون نشه اما مهدی افتخاری با اون رده تشکیلاتی، با اون سابقه گذشته، با اون شرایطی که در ایران داشته، در عراق داشته، اولی بودن به صورت بسیار حقیرانه یک تیکه زمین بهش داده بودن که فقط آبیاری کنه. سیگاری که همه آدم ها حق داشتن هفته یک بسته بودن به این نصف میدونن، وادارش میکردن که التماس کنن، اما خب نکنن. شرایط افراد به این میدونست، مهدی افتخاری میدونست. کسانی که دهه 90 سال 70 از سازمان زدن بیرون، دلیل مخالفت عمده‌شون نه از مرگ میترسیدن نه از عملیات سازمان، چون هر کدوم یا فرمانده گردان بودن یا تا گردان های رزمی سازماندهی شده بودن، صرفا به خاطر این موضوع نوظهوری بود که طلاق‌های اجباری. حالا چرا طلاق اجباری؟ حتی چه نامی؟ برای وصل شدن هر چی بیشتر بدن. طلاق حرام میشه، طلاق اجباری میشه، ازدواج حرام میشه. زن و مردها رو مجبور میکنن در مقابل هم بیستن و هم دیگر رو کنش کنن. اینا شروع است و استارت طلاق اجباری. هدف رجوعی چیه؟ ببینید خانواده وقتی وجود داره در ایران، هفته یک باری خانواده دور هم جمع میشه. حالا یا زن یا مرد، زنه در یک گانه دیگه بوده، مرد در یک گانه دیگه، ولی هفته یک بار آخر هفته میتونستن هم دیگه رو در یک جا ببینن. اگر هم بچه‌ای میداشتن، این بچه تلطیف کننده روابط عاطفی این خانواده بود. نمیتونیم تعامل کنیم. چرا؟ چون از اینجا بعد دیگه نیاز به این عنصر برای جنگ نداره. به عنصر کنترلی میتونیم. نمیتونیم این خانواده رو کنترل کنیم. این خانواده وقتی که عواطف شکل میگیره، جنگ هم وجود نداره، سرگرمی هم وجود نداره. پس باید فکر این باشن که یواشاش ممکنه به این فکر بشن که آقا جون از این سازمان بریم دیگه، بریم دنبال زندگیمون، بریم بچه. روی همین اساس ابتدای به ساکن سازمان با پرفند نجات کودکان از عراق در شرایط بمباران سال 70 69-70 زمانی که عراق رو کوبید تمام بچه ها رو جمع و خودش بور در اروپا هر جا دلش خواست تقسیم. خانواده ها هیچ کدوم خبر نداشتن که این بچه ها کجا. در واقع یک نوع گروگانگیری کرد برای کنترل این افراد در عراق. بچه هاشون دست سازمان دیگه، جگرگوشه هاشون دست سازمان. فردای روزی که جنگ تمام شد، موضوع طلاق مطرح شد. این یکی از دلایلی که انسان ها تونستن تعداد زیادی بپذیرن طلاق ها رو اجباراً و از نه از روی دلخواه، وجود بچه ها دست سازمان. از این بچه ها خبر نداشتن. سازمان این برگ دستش بود، طلاق رو اعلام کرد، به همون پدر مادری اعلام میکرد که بچه شو تا دیروز برده بودن، برده بود اروپا. این به خاطری که بچه‌اش حفظ و سلامت باشه پذیرفتن طلاق. وقتی سازمان پذیرفت، آقا به راحتی هم نمیتونه هر کی موقع طلاق بده. یک داستانه ایدئولوژی که ابتدا راه انداخت، داستانهای خدا پیغمبری راه انداخت. رجعی نماینده خدا اولا در همه سازمانهای فرقه‌ای، چون به شکل هرمی تشکیل میشه، هرم این سازمان همواره باید مقدس جلوه. ببخشید چرا هیچ کس سوال نمیکرد خب چرا خودشون طلاق نمیگیرن و خودشون تازه ازدواج میکنن؟ آقای کی خبر داره که سوال نشود؟ مگر کم انسان ها رو تو اون سالیان بردن زندان دبه سر به نیز کردن؟ مگر کم آدم ها رو بردن شکنجه کردن؟ مگر کم آدم ها رو دست استخبارات عراق دادن؟ کسانی که اعتراض کرده بودن، کسانی که اعتراض میکردن، در جایی که دیگه سازمان نمیتونست اینا رو یا بکشه یا بفرسته رو میدانم، فرستادن در کمپ پناهندگی عراق دیگه. در کمپ پناهندگی عراق در بین افرادی که یا از جاهای مختلف ما بودن در این کمپ پناهندگی، کسانی که در این کمپ بودن قطعا اطلاعاتش دارن بهتره بگم، ولی ما میدونیم کلیتش. منظورتون همون هست که بهش میگن تیف؟ نه اون کمپ پناهندگی، کمپی که آمریکایی‌ها اومدن ایجاد کردن. این کمپ که میگم سال 69 در عراق بوده، کمپ مربوط عراق، کمپ پناهندگی عراق، کمپ رمادی. اگر امکان داشته باشه دفعه دیگه یه مقداری در این مورد صحبت کنید، چون تا حالا اسمی از این نبردن یا من دقت نکردم. ما از چندین کمپ اطلاع داشتیم، یکی اشرف، یکی لیبرتی، یکی تیف، و امروز شما از این صحبت میکنید برای من جدیده و تازگی داره. کمپ رمادی کمپ پناهندگی بود که در عراق وجود داشت و خیلی از کسانی که از کردستان عراق
فرار میکردن و میومدن به این کمپ، یوهن اونجا دفتر داشت، معرفی میشدن یا از خود کشور ایران بودن یا از کشورهای دیگه میومدن در این کمپ. اما بسیار بسیار شرایط بسیار بدی داشت، یعنی بیابان لمیزرعی بود که افراد به سختی اونجا گذران میکردن. سازمان نفرات معترض رو، خانواده رو که دیگه نتونست از هم جدا کنه، همسرانشون باردار بودن، اینا رو با هم برد در این کمپ عطاش یا در کمپ رمادی قرار داد بدون کوچکترین کمک مالی. تنها کمکی که اینا میگرفتن از سازمان ملل بود که خیلی کم بود و کفاف این زندگی رو نمیکرد، فقط برای بخور و نمیره. اونایی که تو کمپای پناهندگی هست بودن میدونن، حتی در کشور اروپایی کمپ پناهندگی حقوق در حد مثلا 300 یورو میده، با این 300 یورو شما میتونید تغذیه یک ماه تون بگذرونید. اما در کمپای رمادی عراق همچین هزینه‌ای نمیکرد، سازمان ملل ماهیانه 10 دلار بیشتر نمیداده. خیلی ها در اونجا آسیب های جدی دیدن، در همین اروپا وجود دارن، ای کاش میشد بیان، من نمیدونم اسم ببرم یا نبرم، اما کسانی هستن که از این کمپ خارج شدن. ما فقط کل اطلاعات چه داریم، خیلی نابود شدن تو این کمپ، خیلی بچه هاشون از بین رفت، خیلی بچه هاشون ناقص به دنیا آمد به خاطر نبود کلسیم و باقی ویتامین لازم برای مادر، و سازمان نظارگر این افراد بود و اتفاقا سازمان اینا رو الگو قرار میداد و به افراد داخل اشرف میگفت ببین کسانی که از سازمان برن به این روز میفتن. خیلی ببخشید، خیلی از کسانی که از سازمان تو اون سالیان جدا شدن در کمپ، در هم کمپ کمپی که گفتن، متاسفانه به فحشا کشیده شدن برای امورات زندگی، و سازمان از اینا از این حربه استفاده میکرد و میومد به دیگران میگفت ببینید کسانی که از سازمان رفتن به چه روزی افتادن. کمپ رمادی شده کمپ فحشا برای افرادی که از سازمان جدا میشن. اینا اهرمای سرکوب بود که سازمان استفاده میکرد و عمدن اونجا رسیده. خب یه عده اونجا واقعا رفتن، از بین رفتن و تعدادی هم خوش به اروپا رسید و این موارد رو منتقل کردن. آقایی مثل مرحوم هادی شمس حائری کتابی در این رابطه نوشت به نام مرداب و به تفصیل شهر داد داستانهای اتفاقاتی هم که در عراق افتاد. و همین آقای شمس حائری همسرش در اونجا گروگانه، دو فرزندش در اونجا گروگانه، خودش رو به رمادی فرستادن یا از فرزندانش به عنوان گروگان استفاده کردن و تا روزی که ایشون فوت کرد برای سر سرطان متاسفانه سال گذشته موفق به دیدار فرزندانش نشد. فرزندانی که حتی یک تماس تلفنی تو این 30 سال با ایشون اجازه نداشتن که داشته باشه، با شرط اون دوران طلاق، طلاق ها به این صورت انجام، یعنی تحت فشار تبلیغات، بخشی ها که خب ساده تر بودن با اولین تبلیغات سازمان رفتن فکر میکردن که امر سرنگونیه، یعنی سازمان ابتدای ساکن تبلیغ میکرد میگفت طلاق لازمه سرنگونی. چرا؟ خیلی که مخالفت کردن که بحثشون جداست که چه بله سر شد، ولی استدلال برای کسانی که اونجا بودن چرا طلاق لازمه سرنگونی، خب چرا مسعود رجوی و خود مریم رجوی نماد طلاق بوده، یک دلیل جواب، یک جواب قانع کننده، قانع کننده نظر رهبری. اولا قانونمندی های رهبری با بدن فرد، این جواب رهبری هست، جواب مریم رجوی چیه، جواب مسعود رجوی، قانونمندی های پایین با بالا فرق میکنه، ازدواج در پایین با ازدواج در بالا فرق میکنه، ازدواج در لایه بالا و رهبری سازمان تقدیس شده است، مقدسه، مثلا زن و شوهر نیستیم، ما دو روح در یک، ما دو با مریم چی میگن، یک روح در دو کال بودیم. مریم تونسته با کشف رهبری از نقطه خودش که هم قانون خانواده و قانون فساد بوده عروج کنه و به رهبری برسه. هر کسی که در هر کجایی که هست اگر به این اوج ایدئولوژیک برسه و خودش رو در این نقطه ببینه، قطعا پشت پا میزنه به تمام قوانین خانواده و میاد خودش رو وقف رهبری میکنه. مریم تنها کسی بوده که کنه. این جواب رهبری در سالهای بعد اتفاقا و در توجیه اون، خیلی ببخشید این عنوان میکنم، سکس های جمعی و همگانی، رجوی همین عنوان میکنه، میگه ناموس مثل خودش زمینه چینی میکنه برای شورای رهبری، شورای رهبری که همه چیزو داده ما یک گریز میزنیم به خاطری که اینا به هم مرتبطن، برای شورای رهبری که هنوز اتاق خواب رهبری رجوی پا نذاشته، زمزمه میکنه که ناموس مثل خودش، یعنی اشاره میکنه به مریم، میگه ناموس مثل مریم، یعنی چی؟ یعنی هیچ قائلی بین مریم وجود نداره، پس شورای رهبری هم ناموس رهبری مثل خودش، مثل رجوی، مثل مریم رجوی.
ممنونم آقای صادقی نژاد، واقعا این چیزایی که شما میگید من کم کم مغزم داره سوت میکشه و احتیاج هست چند روز اینا رو تجزیه و تحلیل کنم. اجازه بدید که اون فیلمی رو هم که بی بی سی با شما مصاحبه کرده برای دوستان پخش کنیم. مجددا از دوستان بخوام اگر پرسشی دارن یا نظری دارن که بخوام با شما در میون بذارن یا از شما بپرسن، با خود شما مستقیما تماس بگیرن، abbas_sadeghi2001@yahoo.com یا با شماره تلفن 703-957-6150 یا با ایمیل info@mardomtv.com. همچنین این گزارش، این ویدیو، این صحبت، این گفتگو تا چند ساعت دیگه روی یوتیوب میره و روی آرشیو ما خواهد بود. دوستان میتونن با مراجعه به وبسایت آوا اسوسییشن یا با مراجعه به صفحه آرشیو مردم تیوی و کلیک کردن بر روی اون لوگوی آوا این مصاحبه رو ببینن. من از شما ممنونم. اگر صحبتی هست خیلی کوتاه، 1 دقیقه 30 ثانیه بفرمایید تا ازتون خداحافظی کنیم و اون فیلم رو نشون بدیم. بله، فقط اشاره کنم برای ارتباط میتونن از www.iransabz.com مراجعه کنن، به اونجا سایت وبسایت ما هست، اگر میتونن به اونجا میتونن ایمیل کنن. ممنونم، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم، امیدوارم موفق بشید تا زندگی خودتون و خانوادتون رو به یک زندگی معمولی و خوب در هر جای دنیا که هستید تبدیل کنید و این گذشته رو که همیشه مثل یک شبح شما رو دنبال میکنه و یک کابوسی برای شما هست، اون رو بتونید با خودتون تجزیه و تحلیل رو حل کنید. روز روزگار به شما خوش. خب دوستان عزیز، اجازه بدید که برگردیم اینجا. ضمن اینکه تشکر میکنم از این دوستانی که تماس میگیرن و حاضر میشن که صحبتی داشته باشن، اگر شما هم در این رابطه صحبتی دارید میتونید با کانون آوا تماس بگیرید. من حدود 14 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، ولی این ویدیو رو برای شما میذارم و سعی میکنم قطعش هم نکنم تا هر چند دقیقه‌ای که بعد از ساعت 2 هم خواهد رفت ببینید. نظرات خودتون رو در این مورد هم با تلویزیون مردم و هم با دوستان مجاهد جدا شده میتونید در میون بذارید و همونجوری که قبل از برنامه هم گفتم، تلویزیون مردم و من هیچ مسئولیتی در قبال گفته های این دوستان نداریم. این دوستان خودشون شخص های هستن حقیقی و حقوقی، خودشون مسئول گفته های خودشون بوده و هستند و خواهند بود. پس بریم این فیلم رو ببینیم و دنباله برنامه ها رو ادامه خواهیم داد در چند دقیقه آینده. مرسی. سازمان مجاهدین خلق بیش از 2 دهه یکی از عجیبترین ارتش‌های جهان بود که عمدتاً توسط زنان رهبری می‌شد و مصمم بود که رژیم جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند. مریم رجوی رهبر این سازمان همچنان از هوادارانش اطاعت کورکورانه و بیچون و چرا می‌خواهد، اما بسیاری او را متهم می‌کنند که با شیوهی خشن و سلطه‌گرانه فرماندهی می‌کند. امریکا که اکنون مبارزان خلع سلاح شده مجاهدین را در عراق به زیر کنترل دارد، نمی‌داند با آنها چه کند. دولت امریکا سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی به شمار می آورد، اما این سازمان هنوز هم برای بسیاری از سیاستمداران امریکایی نقش یک متحد بالقوه را بازی می کند. مجاهدین از گروه هایی که از ایرانی دموکراتیک، سکولار و آری از سراهای هسته‌ای حمایت می کنه، پس دلیلی برای مخالفت نیست. باید هر طور که می تونیم به اونها کمک کنیم. اما اکنون مجاهدین در عراق وضعیت نابسامانی دارند. از طریق نقشه کره زمین گوگل میتوان در شمال بغداد قرارگاه اشرف را در صحرای بیدر و پیکری پیدا کرد که محل اصلی استقرار نیروهای مجاهدین است. این زمین را صدام حسین در اختیار آنها گذاشته بود، اما دولت جدید عراق میخواهد مجاهدین کشور را ترک کنند. با اینکه جورج بوش تاکنون به درخواست مذاکره با ایران جواب رد داده، بسیاری از سیاستمداران امریکایی معتقدند که برای بهبود روابط با ایران سرانجام مجاهدین باید قربانی شوند.
برای برقراری ثبات در عراق ایران و آمریکا باید با هم همکاری کنند. اگر وضعیت عراق به جنگ داخلی منجر شود، برای هر دو کشور مصیبت بزرگی در پی خواهد داشت. مسئله مذاکرات هسته‌ای ایران هم مطرح است که بسیار حساس است و ما نمی‌خواهیم موضوع مجاهدین آب را گرانی‌تر از آنچه هست بکند. به جز اینها، آمریکا باید به اتهاماتی که علیه سازمان مجاهدین به عنوان سازمانی که تروریستی نامیده شده، رسیدگی جدی کند. هن سینگلتون و همسرش مسعود که اکنون در حومه شهر لیدز انگلستان ساکنند، هر دو زمانی عضو سازمان مجاهدین بودند. اما اکنون علیه این سازمان که نزدیک به 20 سال از آنها وفاداری مطلق را می‌طلبید، مبارزه می‌کند. او اواخر دهه 70 میلادی که در دانشگاه منچستر تحصیل می‌کرد، به سازمان مجاهدین پیوست. زمانی که دانشجویان تصور می‌کردند می‌توانند دنیا را تغییر دهند. تنها سازمانی که من به طور مستقیم از اونها شناخت داشتم و تصور میکردم که کاری پیش میبرد مجاهدین بود. البته اونها در خیابونها کمک مالی جمع میکردند. منو هم به همین روش به عضویت سازمان در آوردن. فکر میکنم روش عضوگیریشون کلن همینطوره. اونها تقاضای کمک مالی میکردن و من برای نشون دادن تعهدم بیشتر از اونچه که درخواست میکردن کمکشون میکردم. سازمان مجاهدین خلق فعالیت سیاسی خود را با مبارزه چریکی علیه شاه آغاز کرد. آنها در کنار پیروان آیت الله خمینی موفق شدند در سال 1979 سلطنت پهلوی را سرنگون کنند. اما پس از انقلاب آیت الله خمینی تمایلی به تقسیم قدرت با آنها نداشت. مجاهدین به مخالفت با او برخاستند اما شکست خوردند. از اون پس مجاهدین با جمهوری اسلامی وارد جنگ شد. صدها نفر از مقامات ایران در بمبگذاری‌های مجاهدین کشته یا زخمی شدند. دهه 80 میلادی نیروهای مجاهدین چندین بار از طریق عراق به ایران حمله ور شدند. در همین حال هزاران تن از اعضای سازمان مجاهدین در داخل زندان‌های ایران اعدام شدند. رهبر سازمان و بسیاری از هواداران آن به غرب گریختند. علی صفوی عضو شورای ملی مقاومت ایران که شاخه سیاسی مجاهدین تلقی می شود، بسیاری از سیاستمداران بریتانیایی را قانع کرده که این سازمان که اکنون خشونت را کنار گذاشته، جایگزینی دموکراتیک برای جمهوری اسلامی است. او می گوید اتهامات علیه مجاهدین از سوی حکومت ایران سازماندهی می شود. اونها سازمان مجاهدین رو تهدیدی بالفعل قلمداد میکنن، چون میدونن که این سازمان از حمایت گسترده این از مردم ایران برخورداره و به همین دلیل برای نابودی مجاهدین از هیچ تلاشی فروگذار نکردن و برای اینکه تصویری شیطانی از مجاهدین ترسیم کنن، ماشین تبلیغاتی بزرگ و پرهزینه‌ای به راه انداختن. هیچ مدرکی دال بر همکاری عباس صادق نژاد با وزارت اطلاعات ایران وجود ندارد. او که عضو سابق سازمان مجاهدین است، همراه با خانواده‌اش که تصور می‌کرد از دست داده، در آلمان زندگی می‌کند. او در تمام سال‌هایی که در قرارگاه اشرف بود، گفته سازمان مجاهدین در خصوص کشته شدن همسر دختر نوزادش را باور کرده بود. به من ابلاغ کردند که دو بار سازمان پیک فرستاده ایران، یک بار پیک ضربه خورده شهید دادیم، اما پیک دوم فرستادیم، پیگیری کردند و همسر شما هنگام زایمان فوت کرده. در واقع اینجوری ارتباط من با خانواده‌ام قطع کرد. از طرف دیگه خب من از ایران رفته و خارج شده بودم. به خانواده من و به همسرم تماس گرفته بودم و گفته بودم که عباس هنگام خروج از مرز توسط نیروی نظامی رژیم کشته شده. بسیاری از اعضای سابق مجاهدین در گفتگو با برنامه نیوز نایت از سلطه‌گری روانی مجاهدین گفتند. این بخشی از سیستم کنترلی بود که مسعود رجوی و همسر جدیدش مریم برای تثبیت جایگاهشان در دهه 80 و 90 میلادی به کار می‌بردند. اونها به گفته خود انقلابی ایدئولوژیک به راه انداختند که به واسطه اون به زنها فرصت‌های کلیدی داده شد، ابراز احساسات جنسی در سازمان ممنوع شد و طلاق اجباری. آنها دستور دادند که همه اعضای سازمان باید همسرانشون رو طلاق بدن. هر کسی میبایست همه فکر، انرژی، احساسات و تمام وجودش رو وقف مسعود و مریم رجوی میکرد. همه مجبور بودن روزانه افکارشون رو گزارش بدن، از جمله اعتراف به تخیلات اروتیک. مثلا میگفتن خواهر فلانی یا برادر فلانی من رو تحریک کرد،
انتظار داشتن افکاری از این دست رو به اونها بگین و کاملا هر چیزی که در ذهن و قلبتون میگذره به اونها در میان بذارین. آیا اعضای سازمان مجبور بودن طلاق بگیرند؟ خیر، هر کدام از اعضای مجاهدین به میل خود تصمیم گرفتن از زندگی زناشویی چشم بپوشن، البته اونهایی که متأهل بودن. همه اونها؟ خب بله، همه اونها. پس تک تک اعضای سازمان که در قرارگاه اشرف بودند داوطلبانه تصمیم گرفتند زندگی خانوادگی را کنار بگذارند. بله. چند نفر بودند؟ دقیقا نمیدونم تعدادشون چقدر بود، ولی بله، همه. صدها نفر؟ بله. صدها نفر؟ تک تکشون بله. به خواست خودشون این کار رو کردند؟ فکر نمی کنید که با عقل جور در نمی آید که صدها عضو به خواست خودشان از همسرانشون طلاق بگیرند؟ نه، به هیچ وجه. هنگامی که عده‌ای از اعضای مجاهدین خلق در سال 2003 در اعتراض به بازداشت موقت مریم رجبی در بعضی از شهرهای اروپایی دست به خودسوزی زدند، روشن شد که سازمان تا چه حد از اعضای خود انتظار از جانگذشتگی دارد. اما برنامه نیوزنت گزارش‌های دریافت کرده مبنی بر اینکه در دهه 1990 در قرارگاه مجاهدین در عراق افرادی که کمتر قابل اعتماد بودند شکنجه می‌شدند. یادمه مختار منو بلند کرد، موهای سرمو کشیده بود، بعد گفت مزدور آدم درسی بدیدم که یادت نره. بعد دستم به دستمان زد، بعد منو بلند کردن آویزون کردن به یک تیر آهنی که اونجا بسته بود. من دستم به دست یک دست اینجوری می‌گردشتم. من دستم داشت جمع می‌شد، دست من داشت کنده می‌شد. من فقط داد می‌زدم، گفتم تو را به خدا باز کن، چرا می‌زنی؟ آخه شما اشتباه می‌کنید. من بازم دنبال این بودم که یه جوری به اینا بفهمونم که شما دارین اشتباه می‌کنید. من تو این وادی سیر می‌کردم. مجاهدین در دهه 1980 میلادی که صدام حسین متحد غرب بود و با ایران می جنگید مهمان او تلقی می شدند. او راحت ترین پایگاه را برایشان فراهم کرد. اما حال معلوم شده که ارتباط آنها با رهبر دیکتاتور عراق قرار بود برایشان شدیداً مایه دردسر باشد. در دهه 1990 در پی حمله عراق به کویت صدام تبدیل به دشمن غرب شد. در همین حال در سال 1997 محمد خاتمی که میانه رو بود در ایران به ریاست جمهوری رسید. در همون سال امریکا سازمان مجاهدین خلق را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد و بدین ترتیب توانایی این سازمان در جلب حمایت سیاسی و مالی در کشورهای غربی شدیداً تضعیف شد. برخی معتقدند این اقدام در جهت جلب توجه رهبران ایران صورت گرفت. قطعاً در داخل دولت آمریکا بحث شده بود که آیا باید سازمان مجاهدین را در این فهرست جا داد یا نه. تصمیم نهایی این بود که آمریکا باید در بکار بستن این معیارها یک دست باشد. یعنی اگر فقط گروه‌هایی را که به آمریکای متحدانش حمله می‌کنند در فهرست گروه‌های تروریست قرار دهیم، دیگر هیچ کشوری آمریکا را جدی نمی‌گیرد. در سال 2001 که امریکا به افغانستان حمله کرد، ایران و امریکا که هر دو در پی سرنگون شدن حکومت طالبان بودند، دلیلی برای گفتگو پیدا کردند. یکی از پیشنهادهایی که مقامات بررسی کردند این بود که ایران و امریکا درباره موجودیت سازمان مجاهدین خلق مذاکره کنند. We had some intelligence as I recall that indicated that some key senior figures from Al-Qaeda might have gone to Iran. ما اطلاعاتی داشتیم مبنی بر اینکه برخی از اعضای ارشد القاعده ممکن است به ایران گریخته باشند. در صحبت‌های عادی نظر بر این بود که ایران مایل خواهد بود آنها را تحویل دهد، اما ما هم باید جبران کنیم. و هر وقت که در مورد جبران کردن صحبت می‌شد، اسم مجاهدین خلق به میان می‌آمد و آشکار بود که ایرانی‌ها از این سازمان نگرانی بسیار داشتند. لارنس ویلکرسن و رئیسش کالین پاول مطمئن نبودند که این پیشنهاد در چه سطحی از مقامات ایران مطرح شده. اونها دنبالش را نگرفتند، اما یک سال و نیم بعد فرصت بهتری برای معامله با ایران فراهم شد. حمله نیروهای رهبری امریکا به عراق ایران را نگران کرد. اندکی پس از حمله ایران یک نامه محرمانه به دولت امریکا فرستاد و پیشنهاد گفتگو داد. ما یک نسخه از این نامه را داریم. نامه امضا ندارد، اما وزارت خارجه امریکا معتقد است که با تأیید بلندپایه‌ترین مقامات ایران فرستاده شده و دقیقاً حاوی پیشنهاداتی است که بسیاری در واشنگتن معتقدند که امریکا در حال حاضر باید از ایران بخواهد. ایران پیشنهاد کرده بود که از نفوذ خود برای برقراری ثبات در عراق استفاده کند، درباره برنامه‌های هسته‌ای خود شفافیت کامل داشته باشد و مهمتر از همه از حمایت نظامی از جنبش تندروی حزب‌الله در لبنان و کمک به گروه فلسطینی حماس دست بردارد.
ایران در مقابل خواستار پایان رفتار خصومت‌آمیز آمریکا با ایران، لغو همه تحریم‌ها علیه خود و به ویژه تعقیب و استرداد اعضای مجاهدین خلق ایران شده بود. And we thought it was a very propitious moment to do that. I think the Secretary of State and the Deputy Secretary of State thought the same thing. ما فکر می‌کردیم وقت خیلی مناسبی برای این کار است. تصورم بر این است که وزیر امور خارجه و معاون وزیر خارجه هم همینطور فکر می‌کردند. اما وقتی این بحث به کاخ سفید و دفتر معاون رئیس جمهور رسید، همان شعار همیشگی تکرار شد که ما با شیطان حرف نمی‌زنیم، که طبیعتاً شامل کره شمالی و ایران می‌شد. و تا جایی که به من مربوط می شود مایهی شرمندگی است که در جوابش فقط نامهی به سوئیسی ها داده شد که در آن به خاطر طرح چنین پیشنهادی از سوی ایران از آنها انتقاد شد. آن زمان اوج قدرت امریکا در منطقه بود و زمان مناسبی برای جمهوری خواهان در کاخ سفید تا به این فکر بیفتند که آیا می شود تغییر رژیم در عراق را با تغییر رژیم در ایران دنبال کرد یا نه. مجاهدین که تصور می‌شد متحدی بدیهی برای این اقدام باشند، طی حمله به عراق توسط امریکا بمباران شده بودند و پس از آن وزارت خارجه امریکا دستور خلع سلاح آنها را صادر کرد. اما نیروهای ویژه پنتاگون که برای اجرای این دستور به منطقه فرستاده شده بودند، در جا متوجه شدند که این جنگجویان تبعیدی تا چه حد می‌توانند مفید باشند. اونها جنگجویان قوی بودن، ولی مجهزترین گروهی که با اونها روبرو شدیم نبودن. منظورم اینه که نیرویی که توسط یک زن فرماندهی بشه منحصر به فرده. میخوام بگم انگار یه پدیده غیر واقعیه. شیفتگی فوری ارتش امریکا با مجاهدین هم متقابل بود. نیرویی که کاملا با صدام همراه بود حالا ظاهرا میخواست هر طور که میتواند در خدمت امریکا باشد. We wanted them disbanded essentially. And ما می‌خواستیم اساساً اونها رو منحل کنیم و مشکل همین بود، چون اونها همچنان می‌خواستن با ما همکاری کنن. وزارت خارجه آمریکا تمایلی به این کار نداشت، اما پنتاگون به وضوح علاقه من بود. هر روز صبح از دوشنبه تا جمعه معمولاً ساعت 8:30 در وزارت خارجه جلسه داشتیم. و یکی از سوالاتی که تقریباً هر روز مطرح می‌شد این بود که با مجاهدین چه کنیم؟ آنها هنوز در گوش و کنار عراق سرگردانند، همچنان مسلحند و هنوز گروهی یک پارچند. ماجرا چیست؟ ما آنها را یک گروه تروریستی معرفی کردیم. خود رئیس جمهور تایید کرده که باید در مورد مجاهدین کاری انجام بدهیم. پس چرا اتفاقی نمی‌افتاد؟ و پاسخ ناگزیر داده می‌شد که خب وزارت دفاع کاری انجام نمی‌دهد. برداشت من از رفتارشان این است که وزیر دفاع، وزیر دستانش و همچنین دفتر معاون رئیس جمهور احتمالاً اینطور فکر می‌کردند که مجاهدین ممکن است در آینده ابزار موثری باشند و در نتیجه نمی‌خواستند اقدام جدی علیه آنها انجام بدهند. رئیس جمهور بوش در حال حاضر اگرچه دیگر دونالد رامزفلد وزیر سابق دفاع را در خدمت ندارد، اما برنامه نیوزنت دریافته است که هنوز لابی قدرتمند طرفدار مجاهدین در دولت آمریکا وجود دارد. یکی از احتمالاتی که ظاهرا تحت بررسی بوده استفاده از آنها به عنوان میانجی برای کمک به نیروهای آمریکایی در برقراری ارتباط با شورشیان سنی است. در همین حال در اروپا مریم رجوی رهبر پرجذبه مجاهدین طرفدارانش را گرد هم آورده و از پیروزی سخن می‌گوید. مجاهدین اخیراً از دادگاه اروپایی پیروز بیرون آمدند و از دارایی‌هایشان رفع توقیف شد. آنها می‌گویند که این پیروزی اولین قدم در جهت حذف برچسب تروریستی از سازمانشان است که دست و پایشان را بسته است، در حالی که مدعی‌اند از سال 1999 فعالیت نظامی را کنار گذاشتند. Instead of trying to engage the mullahs in Tehran, the international community به جای طرف شدن با ملاها، جامعه بین‌المللی باید با اپوزیسیونی که دموکراتیکه ارتباط برقرار کنه. همون اپوزیسیونی که در ضمن کلیدی ترین عامل افشای برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران بود. واقعا جامعه بین‌المللی و کشورهای غربی یک تشکر حسابی به مجاهدین بدهکارن. در حقیقت دیگر نشانه ای از حمایت قابل توجه از مجاهدین در داخل ایران دیده نمی شود. اونها از زمانی که به عراق رفتن به شکل فراگیر خائن تلقی می شوند. اما نابود کردن این گروه همچنان از هدف‌های اصلی ایران است. شانس برقرار شدن رابطه میان امریکا و ایران در کوتاه مدت بسیار کم است. محمود احمدی نژاد و جورج بوش هر دو از زبان تهاجمی استفاده می‌کنند، اما بسیاری در واشنگتن از این موضوع متأسفند. من فکر می‌کنم کوتاهی آمریکا از برقراری نوعی تماس معنیدار با ایران طی 6 سال گذشته اشتباه بزرگی بوده.
این اشتباه موقعیت استراتژیکی به ایران در خاورمیانه داده که به تنهایی موفق به دستیابی به آن نمی‌شد. ناتوانی و رویگردانی ما از گفتگو عاملی شد که ایران را در موقعیتی برتر در منطقه قرار داد. از تبلیغات اخیر مجاهدین چنین برمی آید که 3500 نیروی باقی مونده مقیم قرارگاه اشرف محروم از نقش نظامیشان خود را با برنامه های فرهنگی هنری سرگرم می کنند. آنها حتی رقص ایرلندی سبک خاص خودشان را درست کردند. سازمان مجاهدین معتقد است که تحت حمایت کنوانسیون ژنو می تواند به حیاتش ادامه دهد و روزی نقش بزرگی در صحنه سیاسی ایران ایفا کند. اما در حالی که نفوذ ایران در عراق بیشتر می شود و امریکا برنامه ریزی می کند تا بالاخره از عراق خارج شود، دوره مجاهدین در عراق باید به سر آمده باشد. سربازانی که برای آزادی کشورشان به این ارتش منحصر به فرد پیوسته بودند، احتمالاً در نهایت وجه المصالحه بازی سیاسی قرار می گیرند. Thank you.